بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا امروز تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و دقایق اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 21 خرداد 1395 دهم ماه جون 2016 میلادی است و امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور هستیم تا درباره پرسش هایی که از ایشون شده و ایشون پاسخ میدن صحبت کنیم و من و شما از نظرات و تجربیات ایشون استفاده کنیم. از ایشون ممنونم که برعکس خیلی های دیگه که به گوشه خزیدند و روزهای آخر عمر خودشون رو نمیخوان هیچ دردسری داشته باشن، ایشون شجاعانه با شهامت سالهای سال هست که این کار رو انجام میدن و ویدیوهای برنامه‌های گذشته ایشون در بایگانی صفحه تلویزیون مردم موجود هست. متاسفانه امروز خبر ناگواری را شنیدم که آقای حبیب، خواننده معروف من مرد تنهای شبم، حبیب محبیان از ایران بود که ایشون بر اثر ایست قلبی درگذشته و همون موقع فکر کردم وقتی افراد رو نمیشناسیم یا از دور میشناسیم، اونها وقتی که از این دنیا میرن ما راحت تر قبولش میکنیم. من یک بار حبیب و پسرش محمد رو در کالیفرنیا وقتی که رفته بودم اونجا، یه روز تصمیم گرفتم تمام این تلویزیون ها رو برم، تلویزیون پارس، تلویزیون ایران بود، مال کی بود، مال آقای ضیا، و هر کدومو که میشناختم و اون دوستانم لطف کرد منو برد این تلویزیون های مختلف. اگه اشتباه نکنم اون موقع اسم این تلویزیونی که آقای علیرضا امیرقاسمی داشت تلویزیون تپش بود و وقتی رفتیم اونجا این دوستانی که سیگار میکشن آمده بودن بیرون و اونجا حبیب بود، پسرش محمد بود، و تا منو دید آمد و بغل کرد و در صورت لطف کرد و خیلی به اصطلاح میتینگ یا ملاقات صمیمانه بود. در صورت امروز وقتی این خبر رو شنیدم متاسف شدم، میدونستم که رفته ایران، چون همون موقع هم همونجا که وایساده بودیم. ببینید این احساس غربت یه چیزی نیست که شما بتونید پنهان کنید، قایمش کنید. همون، باور کنید، من کل ملاقاتم با ایشون ربع ساعت، ولی همون دقیقه اول ایشون شروع کرد گفت بابا اینجا چیه، ما چه کار میکنیم و اینها. و حالا جالبه، تصادف روزگار، همین امروز که این خبر رو شنیدم و یادم افتاد که حبیب محبیان، حبیب خواننده من مرد تنهای شبم، این صحبت رو کرده بود و اینها، یک ویدیویی رو دیدم از تلویزیون بی بی سی، ممنونم از علی همشهری عزیزمون، که برنامه پرگار اگه اشتباه نکنم، در رابطه با جامعه ایرانی، مخصوصا جامعه ایرانی مقیم تهران جلس، که البته اون برنامه گذار یا مجری گفت ایران جلس در لس آنجلس چگونه هستن، چی فکر میکنن. سه تا دکتر اونجا صحبت میکردن، یه دکتر جراح، دو تا دکتر جامعه شناس، و به نظر من فیلم خوبیه در همین رابطه غربت، غربت زدگی، و اینکه چرا ماها نمیخوایم قبول کنیم توی ایران بعضی از اتفاقات که افتاده اتفاقات خوبی بوده، سازنده بوده. دلیلش اینه که اگه قبول کنیم اونجا یه اتفاق خوبی افتاده، بعد خودمون رو باید سرزنش کنیم که پس ما اشتباه کردیم، مهاجرت کردیم. خیلی ها میگن تبعید، من رو کسی تبعید نکرده اینجا، من مهاجرت کردم. شما چی؟ کدوم دادگاه تهران یا شیراز رفتید بهتون گفتن شما تبعید میشید به یک جای بد آب و هوایی مثل اورنج کاونتی؟ اگه اینجوری بود والا ملت صبح تا شب دم دادگاه وای میسادن، میگفتن ما را هم تبعید کنید، همونجوری که بیچاره ها میرن این کشور اون کشور سالها وای میسن. پس مزخرف نگیم، هیچ کس من شما رو تبعید نکرده. اگر کسی تبعید شده توسط حکومت شاه، توسط حکومت شیخ به آمریکا، به اروپا، لطف کنه به ما بگی شرایطش چجوری بوده تا دیگران هم همین کار رو انجام بدن، اونها هم تبعید بشن. درصد این ویدیو رو من امروز ساعت 4 بهتون نشون میدم. حتما تعجب میکنید، میگید ساعت 4 که برنامه آقای حسن ارشاد از ایران هست، به دلیل
ماه رمضان، البته همون موقع آدم افتاد به دوستمون محمد که میگفت که این ماه رمضان یک ماه زندگی رو متوقف میکنه و آدمها رو به عقب میبره. گاهی وقتا بعضی ها میگن بد نیست، اینقدر عجله نکنیم، وایسیم، بشینیم یه جایی ببینیم چه کار داریم انجام میدیم و اینها. در صورت آقای حسن ارشاد میگه این یک ماه رو میخواد به عبادت و زیارت و خدمت به مردم بگذرونه و وقتی برای پر کردن برنامه ویدیویی نداره. دوستان این برنامه ها من بارها میگم ساده است، ولی حقیقتا اونی که میخواد یه چیزی رو بگه باید بره بشینه این کاغذها رو بنویسه، فراهم کنه و بیاره صحبت کنه و خود شما متوجه میشید اونهایی که نمیرن برای برنامه هاشون کار کنن مجبورن چیزای مزخرف و تکراری 40-50 سال پیش رو هی به شما بگن، بعدم بگن که چرا بیننده نداریم. خب بیننده نداری برای که داری تکرار میکنی. شما که نمیتونی یه نفر که رسیده به کلاس 12 و حالا رفته دانشگاه اینو ورداری ببری تو کلاس اول بنشونی و بعد دوباره آب بابا یادش بدی و اینها. در هر صورت این هم از این ماجرا. امروز اولا تسلیت میگم به دوستان و فامیل آقای حبیب، مخصوصا محمد رو دیدم، همسر ایشون نبود اونجا، تسلیت میگم بهشون و امیدوارم ما رو در غم خودشون سهیم و شریک بدونن و یاد و روانش شاد. و بیاین تا هستیم قدر همدیگر رو بدونیم. برای یه دوستی نوشتم شاید اگر اینجا بود زنده میمون، چون ایشون رفته بود شمال ایران گویا در یک دهکدهی آرام زندگی میکرد و اینها. خب میدونیم امکانات اونجا، 37 سالم انقلاب شده، اینها میگفتن شاه هیچ امکاناتی نگذاشته بود، اقلا یه سپاه بهداشتی کسی بود، حالا دیگه امکانات نمیدونم چجوری هست اینها. در صورت ایشون اگه یه جایی بود مثل لس آنجلس، اگه یه همچین اتفاقی میافتاد در سن 63 سالگی ممکن بود فوت نشه. ناگفته نمانه در همین شهر لس آنجلس، هم مدرسه من که آقای جهان قهر کرده بود از من وقتی هم فوت شد، همون بنده خدا هم توی سن 55 سالگی اینجا فوت شد. بعضیا باور دارن به دستینی، سرنوشت، میگن سرنوشت شما اینجوری نوشته شده، رقم زده شده، میگن مهم نیست کجا باشی. حتی یک داستانهایی میگن که یه نفر میفهمه که قرار اسرائیل جونشو بگیره، بلند میشه از اینجا میره مثلا یه جای دیگه، بعد اسرائیل میاد اونجا میگه ای من قرار بود اونجا جونتو بگیرم، تو اینجا چه کار میکنی؟ اونجا جونش رو میگیره. نمیدونم شما به کدوم قسمتش باور داری، ولی متاسفانه میگه رفت آن که رفت، بود آن چه بود، رفتن یادشون گرامی باد. و اما سرهنگ عقیلی پور رو گفتم که ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما، 12 ظهر به وقت کالیفرنیا با ما خواهند بود. اجازه بدید از بینندهی به نام میر عباس تشکر کنم که مبلغی رو با پیپل فرستادن. خیلی ممنون، متشکرم. بدونی که زنگ بزنید، ایمیل بفرستید، این پیپل خیلی راحته. درسته که یه مبلغشو کم میکنه، ولی شما وقتی فکر کنی اون مبلغ 3-4% که کم میکنه، فکر کنم 1 دلار کم کرده و تقریبا 5% تا اینکه شما بری وسترن یونیون، اولا به جای 20 دلار از شما 25 دلار میگیره، بعد من که میرم به هم 20 دلار میده. خب بالاخره 5 دلار شما خرج کردی، یعنی 25 دلار یه ایرانی خواسته لطف کنه 20 دلارش رسته من، ولی امروز شما 20 دلار دادی، دو سه روز پیش 20 دلار دادی، 19 دلارش رسیده من، یعنی بین من و شما 1 دلار تلف شده و این میارزه، چون اون 25 دلار تازه من حالا باید ماشین سوارشم برم وسترن یونیون رو پیدا کنم. هر جا هم میری یکیش میگه کاغذ نداری، یکی میگه ماشینمون خرابه، یکی میگه وسترن یونیون. آقا خانم، این وسترن یونیون مال زمانی بود که تلگراف شروع شد و فکر کردن چرا ما پول رو بدیم به این گاری، این گاری بره این عرابه چی بود هرچی بره توی درشکه، بره توی این بیابانها و دزدها و اینها بیان حمله کنن پول رو بگیرن. گفت حالا که تلگراف داریم و حالا که آشنا هستیم، من 10 دلار رو از سربی میگیرم، تلگراف میزنم به لس آنجلس، میگم 8 دلار بدید به اون دوست ارمنی کارگر ما، که واقعا این آقای اجلالی میگم من بازوی کارگرا رو میبوسم. باورتون میشه تو آمریکا یه نفر کارگر استخدام کنه، کارگر اسپانیش، ایرانی، هر جا،
بعد میگفت وقتی که اینها کارشون تموم میشه من بازوشون رو میبوسم، میگم اگر این آرم و بازوی شما نبود زندگی ماها نمیچرخید. در هر صورت این دوستمونم دیدم همه کاری انجام میده، البته به شوخی گفت دو کار انجام نمیدم، که منم خندیدم گفتم خوشحالم که اون دوتا کار رو انجام نمیدی، یکیش دزدی بود یکیش وقتا هم گفتن دزدی و هیزی، اینو تو بچگی تو خونه به ما یاد دادن، بعد میگفتن هر کاری میخوای بکن فقط دزدی و هیزی نکن. این هم از این ماجرا. و اما درباره آقای حسن ارشاد گفتم که میخوان این ماه رو به عبادت بگذارونن، به جاش برنامه پرگار جامعه ایرانی لس آنجلس. چه هویت و فرهنگی، ما درباره چه هویت و فرهنگی حرف میزنیم؟ خیلی قشنگ اون خانم دکتره میگه که ما اینجا یه چیزایی رو باید از بچه هامون یاد بگیریم، چون بچه هامون با فرهنگ اینجا بزرگ میشن و ما وقتی یک کار اشتباهی میکنیم بچه هامون به اون میگن مامان بابا چرا این کارو کردی، من خجالت زده شدم. کاری نکنید دوستان بچه هاتون خجالت زده بشه. سالها پیش با یه دوستی کار میکردم و این به اصطلاح آمریکایی ها میمدن یه چیزایی رو بخرن، غرفه ای بود یه جایی بود اینها، بعد این دوستمون مثلا به این یه نفر به این یکی میگه که ما اینو خریدیم 50 دلار به شما میدیم 60 دلار، به نفر بعدی میگه اینو خریدیم 60 دلار به شما میدیم 70 دلار. اصلا پسرش بیچاره گیج شده بود، پسرش آمریکا دنیا اومده بود که چرا پدر من این همه دروغ میگه، در عرض 2 دقیقه بین این آقا و اون یکی دروغ میگه و قیمت ها اینقدر بالا و پایین میشه، در صورتی که شما میتونی قشنگ بشینی اونجا بنویسی روش 50 دلار. دیروز با یه دوستی صحبت میکردم، این دوستمون گفت آقای سوربی به خدا من نمیخوام از ایرانی ها بد بگم، ولی خب بدیم دیگه، وقتی بدیم چه کار کنیم؟ آمریکایی کانادایی میاد معامله میکنه، دم در که داره میره به شوخی میگه که خب حالا این معامله‌ای که انجام شد تخفیف نداشت، منم بهش میگم دفعه دیگه. ولی ایرانیه از اولی که میاد ما آشنا هستیم، ما هموطنیم، تخفیف میخوایم، بعدم که تخفیف بهش میدیم 2-3 بار اذیتمون میکنه، موقعی هم که میخواد پول بده یه بار دیگه هم اونجا اذیت میکنه، یا با تخفیف خواستن دوباره یا با پول بد دادن، چک بی محل دادن، خب حالا نصفش حالا میدم نصفشو وقتی که نمیدونم گیرم اومد و حقوق گرفتم میدم، و از همین علم شنگه هایی که هم من واردم هم شما واردید. نکنیم این کارا رو، ما به قول خودمون از اونجا ول کردیم آمدیم که ببینیم اینجا چه باید کرد. و اما good afternoon Sorby, watching you from sunny Mexico, I'm in San Felipe, Mexico, 4 hours from San Diego, empty beaches and clean water. بله خب خوش بگذره به شما و امیدوارم که هر جا هستی خوب و خوش باشی. از کجا ما رو میبینی؟ از روی فیسبوک، الان مردم تیوی فیسبوک مستقیم میتونید ببینید. خیلی از دوستان خوششون اومده و داشتم امروز نشون آقای یزدان خدابندلو میدادم که مثلا ویدیویشون بیش از 2000 خورده نفر آمدن اونجا دیدن و به نظر میاد که یه کار جالبی انجام دادیم. حالا بعضیا میگن خب چرا زودتر نه، این موهای سفید رو نگاه کنید، من سرعتم با سرعت یه بچه 18 ساله یا ایرانی یا آمریکایی که اینجا دنیا اومده از روز اولی که رفته مدرسه کامپیوتر جلوش بوده یکی نیست. ما باید یه چیزی رو یاد بگیریم بعد امتحان کنیم با ترس و لرز. براتون بارها گفتم وقتی من در کار بیمه و اینشورنس بودم یک رئیسی داشتم، این امیدوارم زنده باشه ولی سن زیادی داشت همون موقع، الان که 20 سالم گذشته، در هر صورت این میگو باور کن سوربی من صبح که این کامپیوتر رو روشن میکنم، اون موقع هم اینجوری بود که کامپیوترها رو شب خاموش میکردی صبح روشن میکردی، اینا مثل الان 24 ساعت وور وور روشن نبود. میگفت که باور کنید که همش نگرانم که الان یه چیزی از داخلش میزنه تو صورت من یا این صفحه منفجر میشه و اینا، و من و اون دخترش و دامادش و اینا همسرش هم اونجا کار میکردیم میخندیدیم ازش، ولی گاهی وقت این احساس به خودمون هم دست میده. و اما مژده به خانم ها، اولین نامزد زن ریاست جمهوری، اولین زنی که نامزد ریاست جمهوری آمریکا شده خانم هیلری کلینتون، که من 1 سالم با ایشون کار کردم و ایشون خیلی چند روح هست، اینجا میگن تاوزن فیس، یعنی
خود ما میگیم درو و فلان اینها، ولی چه باید کرد؟ این آمریکا بالاخره جوونه، بعد از اینکه اسرائیل و پاکستان و کشورهای دیگه رئیس جمهور، صدر اعظم، نخست وزیر زن داشتن، بالاخره 8 سال پیش رئیس جمهور سیاه‌پوست و الان کاندیدای رئیس جمهوری خانم هیلری کلینتون هست. خیلی ها میگن که چرا این آقای برنی از این صحنه رقابت بیرون نمیره و داره کار رو خراب میکنه. خیلی ها میگن که این میدونه که ممکنه برنامه های بله میگه که I'm watching you from mardomtv.com. ممنونم. بله خب اونایی که واردن مثل شما سعید جان تو کار کامپیوتر میتونن مردم تیوی رو ببینن، اونایی که وارد نیستن هی من میگن آقا ما همه تلویزیون های دیگر رو میبینیم اینو نمیبینیم. میگن بابا جون شما پلیرت، اون پلاگ این ادآن اینا رو نداری، حالا اون تلویزیون های دیگر هم داری میبینی شانسکیه، ولی اگه بچت یه ویدیویی بگیری برات بفرسته اونو شما نمیتونی باز کنی. ولی دیگه از بس گفتیم سردرد گرفتیم. ممنونم ازت. ویوا مکزیکو، even though I'm next to other Wi-Fi speed is excellent here. بسیار عالی، خوشحالم. اون وقتا یادم من یه سالی رفته بودم کانکون، از اونجا تلفن که میخواستیم بزنیم اینجا دقیقه $4 از اون میگرفتن، چه مصیبتی بود. الان دیگه از هر جای دنیا شما از اینجا میری اونجا فرودگاه یه سیم کارت میخری میزنی تو تلفنت، تلویزیونت میزنی تو تلفنت، همه چی حل میشه. در صورت ممنون و متشکرم سعید، وقتی برگشتی از وکیشن و تعطیلات تابستون تموم شد باید هفته‌ای 10 دقیقه ربع ساعت یه ویدیو درست کنی به مردم یاد بدی چگونه این ویروس میروسا رو نجات بدن. نمیدونم چون خیلی از دوستان از من مسنترن یا حتی جوانترن ولی فکر میکنن من خیلی میدونم، به من تماس میگیرن آقا اون روز ایمیل شما که آمد این فلان. میگم والا بلا ایمیلی که از جیمیل برای شما میاد این ویروس نداره، شما قبلش توی صفحه ایرانی بودی، توی وب پیجی بودی، نمیدونم عروس روسیه میخواستی، شوروی میخواستی انتخاب کنی، دوست دختر فلان انتخاب کنی، اونا همون موقعی هست که یه دفعه یه چیز سیاه اینجوری میاد و میره. اون صفحه رو چی میگیم که داس اون وقتا بود، دیسک آپریتینگ سیستم. اون موقع اینا دارن کوکی رو سوار میکنن، چه اسم بدی هم گذاشتن. کوکی یعنی چی؟ کوکی یعنی شیرینی. اینا گذاشتن خلاصه اون هست که این بلا رو سرت میاره. چند روز پیش یکی از دوستان مجبور شدم برم بخونم روی فایرفاکس و اینها یه پروگرامی به نام سیمپلیفاید، بعدن معلوم شد ایشون وقتی فایرفاکس یا مازیلا براوزرش رو آپ تو دیت کرده این ورژن جدید خودش میاد این ادآن یا پلاگ این رو میذاره خودش هم اکتیوش میکنه. اونایی رو که ما لازم داریم وقتی میگردیم دنبالش میاریم میذاریم، تازه میگه حالا میخوای اکتیوش کنی، میخوای کارش بندازی، ولی اونی رو که نمیخوایم میاد. بعد هر صفحه‌ای رو میخوایم باز کنیم میبرتت اونجا. ببخشید اینو میگم، ما اون وقتا شیراز که بودیم خب نادان بودم دیگه، نه که تو شیراز بودم نادان بودم، بچه بودیم نادان بودیم. این دهاتیایی که میمدن شیراز مسخرهشون میکردیم، میگفتیم اینا اگه اومدن دروازه اصفهان یا اگر اومدن دروازه کازرون هر جایی میخوان برن اول برمیگردن اون مبدأی که اومدن دروازه اصفهان دروازه کازرون دوباره میرن اون مبدأ جدید. خب ما هم اینجا همین جور هستیم، این برنامه ما رو میگیره میگه خب حالا من شدم میدون توپخونه و میدون سپه برای شما، هر جا میخوای بری باید بیای از طریق من بری، دیگه عاجزت میکنن. خلاصه وقتی رفتیم خوندیم دیدیم نه توی پروگراما هست نه جایی هست که شما بتونی اینو چیز کنی، توی پلاگ این و اد آن هست. اگر بلد نیستید یوتیوب راهنمایی میکنه. ضمناً به یوتیوب هم اطمینان نکنید، هر کسی تو یوتیوب یه ویدیوی گذاشته حسن نیت نداشته، نمیخواد به شما کمک کنه، بهتون میگه میخوای این سیمپلیفای رو برداری؟ میگی بله. میگه این پروگرامو بذار، خود اون پروگرامه اونو ور میداره خودش 10 تای دیگه براتون میذاره. به اونایی که مطمئن هستید، به دوستانی که اطمینان دارید به اصطلاح چی میگن تکیه کنید، ریلی کن به اونا، مثلا این سینت یا وبسایت هایی که میشناسید اونها رو به اصطلاح اگر کمکی میخواین از اونها استفاده کنید. و اما یه ویدیویی روی فیسبوک گذاشتم اگه وقت کردید برید ببینید، جان پیلگر یا پیلجر On the Thread of World War 3، میگه که این فیلمساز و دانشمند و محقق
در رابطه با تهدید جنگ جهانی سوم صحبت کرده. ممنونم از اون دوستمون که از کانادا فرستاد، من گذاشتم روی فیسبوک، خیلی جالبه. ببینم این چی نوشته. آقای سهند فریاد، آقای رزاقی، آقای سربی، رجوی همیشه روی سن در مورد آمریکا میگفت دو تیپ نمیتوانند در آمریکا رئیس جمهور شوند، یکی کچل باشه امکان رئیس جمهور شدن رو نداره، یکی هم اگر زن باشه. تحلیل رجوی همش این بود. قربونش برم شما، تحلیل رجوی ببینید چه به سر سازمان مجاهد آورده. کسی که تا دیروز میگفت 1000 تا اشرف میسازیم، بی اشرف شد. کسی که میگفت ما اینجا حق آب و گل داریم، الان باید دست پاش جمع کنه بیاد بره آلبانی. حالا که دیگه شما این شانس رو آوردی که رجوی به اصطلاح از دستش فرار کنی و بیای پاریس، دیگه گفته هاش رو هم یکی یکی از مغزت پاک کن. میدونم مشکله، ولی بالاخره انجام بده، چون نشون داد که هیچ کدام از حرفای اینها درست نبود. این رجوی درست مثل مجریای تلویزیون، برنامه گذارای تلویزیون شاه اللهی که به مردم همی گفتن شما به ما پول بدید 6 ماه دیگه میریم ایران. خیلی از اون بیچاره ها هم بیچاره هم نبودن، پولای 7 تومانی آوردودن، پول میدادن، فکر میکردن حالا اگه این بره ایران شاه بشه، اون یکی میشه نخست وزیر، اون یکی دوباره میشه وزیر، دوباره همون بخور بخورا و ببر ببرا، و خیلی هاشون یکی یکی همینجا مردند و همینجا دفن شدند. و اما بله، اون ویدیو رو هم حتما ببینید. ضمناً امروز بعد از برنامه من، خب برنامه آوا قبل از من بود، حتما ببینید این زجه مادران و فامیل این افراد. و من نمیدونم اونایی که اون ور وایسادن روبروی اینها فحش میدن، سنگ میزنن، چه دلی دارن. شاید هم دل ندارن. من یادم قدیما پسرمه من خیلی کارای عجیب غریب میکرد، همه میگفتن که این خیلی چی داره، دل داره. من میگفتم که نه، این مغز نداره که این کارا رو میکنه. حالا اسمش نمیبرم چون پسرمه زیاد دارم، اینجوری بذارید همشون شک کنم. اون که میخودش میدونه. برنامه آوا رو داشتیم، سوربی، بعدش به جای برنامه آقای ارشاد تا 4 هفته ایشون برنامه ندارن. برنامه پرگار رو پخش میکنم. شما هم اگر ویدیویی دارید، برنامه‌ای دارید، میتونید به ما بپیوندید. بعدش برنامه آقای مینویی، بعدش برنامه آقای شبستری، بعدش برنامه آقای یزدان خدابندلو، که این بار با وجودی که خیلی از شما دوستان انتقاد کردید که آقا اگه میخواد کتاب نشون بده، مثل شما کتابشو بذاره بغل دستش نشون بده، اگه میخواد ویدیو نشون بده. این چه کاریه که این آقا هی میره پایین و دنبال کتاب میگرده و اینها؟ بعضی وقتا نمیشه، یه شرایطی پیش میاد، مثلا یه دوستی زنگ میزنه، طرف رو تلفن داره صحبت میکنه، یادش میره بره کتابا رو بیاره، فکرشو کرده. در هر صورت یه کمی با هم صبور باشیم تا برنامه بهتر بشه. بله، برنامه آقای یزدان خدابندلو رو تا امروز که پخش کردم، باز هم تا چهارشنبه دیگه پخش میکنیم. چهارشنبه 9 شب به وقت آلمان، 3 بعد از ظهر به وقت واشنگتن و نیویورک با ما خواهند بود. و اما در رابطه با برنامه، خب یه دوستی داریم که 40 و چند سال پیش کارهای رادیو تلویزیونی میکرده و خوشحالم لطف کردن برگشتن، صداشون رو شنیدید، صحبت کردن اینها. این دوستمون گفت که شما به من بگو که چه برنامه‌ای، چه جوریه اینها. تا من گفتم نه 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 نه، اون وقت میشه همه برنامه‌ها طبق خواسته سربی. من این که همش دارم گلومو پاره میکنم، از دوستان خواهش میکنم، مخصوصا از اونایی که مخالف من هستن، بیاین به اینجا بپیوندین، اینه که میخوام تلویزیون مردم آینه مردم باشه. این دوستمون طرفدار پادشاهی باشه، اون دوستمون بادین باشه، اون یکی بیدین باشه و الی آخر. و الی اگه من به شما بگم من روز دوشنبه میخوام در این باره صحبت کنم، شما هم در این باره صحبت کن، که این نشد. شما دو شدی مهمون من، تازه رفتم مهمونی هم آوردم که بهش گفتم حتما در این باره صحبت. یه بانوی عزیزی که قبلا هم چند بار پیام گذاشتن در رابطه با برنامه‌های مختلف و من ایشون رو تشویق کردم، مخصوصا بانوانی که میدونیم حقشون گرفته شده، چه در نظام شاه، چه در نظام شیخ، چه در اون حکومت، در این به اصطلاح فرهنگ مردسالاری، ولی اینجا خودشون هزیتیت میکنن یا خودداری میکنن، نمیان تو رادیو تلویزیون ها. من به این دوستمون گفتم شما هر وقت یه موردی گیر آمد که خواستید در این باره صحبت کنید،
اصلا لازم نیست با من همراهی کنید یا مهمان برنامه ما بشید، تلفن رو بردارید، این شماره تلفن زنگ بزنید، این یکی تا 3 دقیقه، این یکی تا 10 دقیقه موضوع رو بگید و نظر دوستانم، منم تو برنامه هم یه جایی پیدا میکنم پخش میکنم، یا مثل این فیلمی که این دوستمون فرستاده و 17,000 یا 1,700 تا دانش آموز عراقی اینها مدرسه تعطیل میشه، بعد اینا رو ول میکنن میگن برین. البته این دوستمون میگه که گفتن برین و رفتن تو جاده ها و اینها، خب تو مدرسه های ایران هم اتوبوس نبود که بیاد جلو مدرسه ما رو ببره، در اصل این بیچاره ها اسیر آیسیس میشن، آیسیس همون حکومت اسلامی عراق و نمیدونم شامات و اینها، و اینا رو میکشن به وضع فجی. من به دو دلیل این ویدیو رو نشون نمیدم، اولا وقتی نشون دادم دل خودم ریش شد، دوم من این ویدیو چون متعلق به یوتیوب هست، اگه من در برنامه خودم نشون بدم، وقتی که این برنامه اون ویدیو به اضافه برنامه خودم رو بعد از برنامه میذارم، چند تا برنامه گفتم میذارم روی یوتیوب، یوتیوب برام می‌نویسه آها وایسا گرفتیم، دوز رو گرفتیم، سوربی دزدید، کپی رایت اینو دزدید، ویدیوی خودمون رو هم ریجکت میکنه یا اذیتمون میکنن و اینها هی پوینت منفی به اون میدن. ولی صدای ایشون رو برای شما پخش میکنم، امیدوارم دوستانی هم که از فیسبوک هستن، من الان یه سیستم جدیدی از اون روز گذاشتم، صدای ما رو اونجا بشنوند به خوبی. صدای برنامه هایی هم که پخش میشه، مثلا در قسمت دوم با آقای عقیلی پور هستیم، اون رو هم بشنوند. پس لطف کنید دوستان، الان که من این رو روشن میکنم، شما به من بگید که صدا چگونه است. بشنویم با هم دوستمون رو که من قرار بود این رو روی ویدیو بذارم، این ویدیو هم اینجا هست، ولی حقیقتش فکرش کردم که به دو دلیل نذارم، چون ما یه جوری اینجوری داریم تبلیغ میکنیم برای آیسیس، آیسیس میخواد مردم دنیا رو بترسونه، ما هم داریم کمکش میکنیم و این کار رو انجام ندیم. بفرمایید، 3 دقیقه و 20 ثانیه هست، بفرمایید. نمیدونم، شاید بدونید یا شاید ندونید، چون در قدیم مثلی هست که میگه دو چیز صدا نداره، افتضاح بزرگان و پولدارها و مرگ درد بیچارگان. در تابستان 2014 دو روز به تعطیل آخر هفته بود که اداره کنندگان اردوگاه اسپایکرت آمریکایی‌ها در شمال تکریت در شمال سامر را در عراق تأسیس کرده بودند و دانش آموزانی برای تعلیم نظامی در اونجا بودند و اینها به علت بیکاری و بیچارگی به اونجا رفته بودند که یک آیندهی برای خودشون بسازن. اینا رو گفتن دو روز قبل از آخر هفته بفرمایید بیرون، برید خونه هاتون تعطیلی. اینا را افتادن و بدون اینکه وسیله نقلیه‌ای براشون تهیه بکنن، فرستادنشون که خودشون راه برن و برن توی خیابون اصلی یا شاهراه یا بزرگراه و از اونجا با اتوبوس خودشون وسیله تهیه بکنن و به شهرهای خودشون برن. وقتی که اینا همشون از اردوگاه خارج شدن، چهار طرفشون محاصرهشون کردن این داعشی ها و اسیرشون کردن، دستشون رو بستن. اینا فورا شروع کردن به امام و به صاحب زمان و اینا قسم بخورن فایده نکرد، بعد شروع کردن به خلفا قسم بخورن بازم فایده نکرد. این جوان که لباس سرخی جلوش سینش هست شروع کرد فخش بده به آقای نوری مالکی نخست وزیر وقت که لعنت بر تو از این حرفا، بازم اثر نکرد. داعشی ها اینا رو بردن و بیش از 1,700 تا جوان را به طرزی که خواهید دید در گروه های مختلف سر بریدن یا تیر زدن یا ترود خونه تیر زدن و ترود خونه پرتابشون کرد. یه سوال، اگر ما در قرن 21 که این همه انسانیت و از این مسائل حرف میزنن، اینقدر تمدن و اینقدر تاریخ داریم، چرا اینجوری رفتار میکنیم؟ اینا با هم میهنان خودشون اینطور رفتار کردن، با هم دیکیشان خودشون اینطور رفتار کردن. آیا کسی هست به من بیاد بگه که در صدر اسلام زمانی که عرب های شبه جزیره عرب به کشورهای نامسلمان
کافر حمله می کردن چی کار می کردن و چگونه با هاشون رفتار کردن. اینقدر از دین و رحمت و اینجور چیزا حرف می زنید، همه این کار کردید، آیا کسی هست بره بالای منبر و برای من تعریف بکنه که چی کار می کردن در کشورهای روم، در بین النهرین، در ایران؟ آیا کسی هست بشینه بالای منبر و برامون تعریف بکنه که کجا و این چه کسانی این کار را کردن تا مردم مسلمان شدند؟ بله، بسیار ممنون. اگر کسی هست که مایل هست در این باره صحبت کنه، به ما بگی که چه کار کردن مردم مسلمان شدند، آیا اعمال اونها هم مثل آیسیس امروز بود یا اونجوری که تو بعضی جاها نوشته شده به خوشی و مهربانی و دعوت به اسلام بوده؟ در صورت اینها سوالاتی هست که همیشه مطرح بوده و هست و خواهد بود. باز هم میگم دوستان، هر کسی که مایل هست برنامه ای داشته باشه، من حتی سعی میکنم برنامه هفته آینده آقای یزدان خدا بندلو رو به این صورت که من با ایشون مصاحبه کنم نباشه، که شما دوستان فکر نکنید ایشون مهمان برنامه منه. ایشون خودش این برنامه رو گرفته، سالها هم در تلویزیونهای دیگه برنامه داشته و ایشون خودش برنامه سازه. من شاید نباید مجری باشم، من باید فقط تکنیکال سپورت، فقط کمک کنم که این برنامه، مثل برنامه آقای مینویی، برنامه آقای مینویی در تمام مدتی که داره پخش میشه من اینجا نشستم حاضرم، ولی من برنامه رو براشون باز نمی کنم، من کاری انجام نمیدم. امیدوارم این دوستانم این کار رو انجام بدن، یا حتی اگر قراره ما MC باشیم، Master of Ceremony، که من اسم خودم رو MD گذاشتم، Master of Disaster، من فقط بیام بگم سلام، مثل برنامه کانون آوا، سلام، امروز آقای رزاقی اینجاست، امروز آقای کرمی اینجاست، امروز آقای راستگو اینجاست و درباره این موضوعات میخوان صحبت کنن. بله، حالا اگه به این صورت شد، اگر ایشون یه موضوعی رو گفت، مثل همین جوری که امروز برنامه کانون آوا منم یه سوالی میکنم، پس آقا چی شد؟ ایشون گفت ما اونجا حق آب و گل داریم، چرا اینقدر دروغ میگه و این همه دروغ میگه؟ یکی از خودیا بهش نمیگه آقا خجالت بکش؟ اونو میپرسم. ولی اگر قرار باشه من به اصطلاح به عنوان تک سپورت کار کنم، اون موقع مثل برنامه های آمریکایی هم من میرم فیلم برداری میکنم، پشت دوربینم یا پشت دستگاه های صدا و نور و اینا هستم، ما اونجا حق صحبت نداریم. این دوستان یه مقداری باید به خودشون اتکا به نفس پیدا کنن و هی نگن ما میخوایم برنامه سربی باشیم. برنامه سربی، سربی با مردمه. شما خودتون برنامه خودتون رو بذارید، اونجوری دیگه راحت هستید، هم شما هم من هم بینندگان. در اصل ممنونم از همتون یکایکتون، نمیخوام نق بزنم خدای نکرده حالا اونی هم که حاضر شده بیاد تو تلویزیون فراریش بدم، ولی خب باید اون چیزی که تو دلم هست بگم. و اما 30 دقیقه از اول برنامه گذشته، بعضی ها میگن آقای سربی، آقای مینویی آخر برنامه وقتی میخواد خداحافظی کنه میگه تلفنم بزنید. اولا ما وقتی نشستیم گوش میدیم، ما نمیدونیم درباره چی تلفن بزنیم، این یک، داریم گوش میدیم دیگه، شما هم داری حرف میزنی، شما هم میای صحبتاتو میکنی، اون آخرای برنامه بعضی وقتا میگی حمایت کنید، بعضی وقتا ما اصلا تا اونجا نمیرسیم، نگاه نمیکنیم. البته این دوستی که داشت میگفت حتما دیده که من اون آخرا میگم، میگفت شما همون اول برنامه یا حتی بنویس بذار این جلو که ما به کمک شما. گفتم والا دیگه آدم خجالت میکشه، تازه جملات غلط رو هم مینویسن، یکیش نوشته بود ما نیازمند کمک مالی برای تهیه فلان، یه چیزای اینجوری. در اصل گفتم باشه چشم، حالا ما این دفعه اول برنامه میگیم. بازم 32 دقیقه یادم رفت، الان به شما میگم دوستان، تلویزیونایی رو که باور دارید مستقل هستن حمایت کنید، اگر باور دارید مستقل نیستن، اینها بسته به جای هستن، ببخشید اینو میگم، خب چرا اصلا نگاه میکنید؟ شما اگه فکر میکنید این سربی مامور جمهوری اسلامی حقوقش از اونجا میگیره، چرا نگاه میکنید؟
یا بگیم از این به بعد هر کی حمایت نکنه از این لحظه به بعد نگاه نکنه، اگه نگاه کنه انشالله چشش کور بشه، گوشش کر بشه، الاغش از بالای بون میفته پایین سقط بشه. خب اینجوری هم که نمیشه. چجوری تلویزیون آمریکایی میاد میگه که بابا این کلاسیک میوزیک، این نمیدونم برنامه پابلیک با حمایت شما. بعد ببینید طرف مرده، میگه آقای فلانی مرد، نوشت که انقدر میلیون دلار بدید به تلویزیون مردم که نمیدونم این خوشش اومده. ما نداریم تو جامعهمون همچین چیزی. چرا؟ خب من دوستمون آقای فاطمی از انگلستان گفته این کتابایی که گفتی عکساشو بگیر و نشون بده، و من چند تا از کتابا رو میخوام. اون روز بهتون گفتم من 3 تا کتابو نشون دادم، اون 3 تا کتاب تا حالا رفت. سعی میکنم یه برنامه‌ای، والا هی میگم ولی میرم عکس بگیرم، یکی دیگه زنگ میزنه میرم دنبال یه کاری بعد یادم میره. همه این کتابا رو آوردم گذاشتم اینجا برعکس آقای خدا بندلو که هی میرفت اون پایین. میبینید اینها وقتی میگم اینجا، اینجا مثلا نجارا، خب راست هم هست، ما عادت نکردیم. اینجا شما نجارا رو نگاه کنید، یه کمربند مثل فانوسقه مال ارتشی میبنده به کمرش، میخ، چکش، انبردست، نمیدونم گازنبر، همه چی رو میبره. توی ایران ما اگه خودمون میخواستیم کار کنیم، یا مادرمون یا همسرمون یا برادر کوچکترمون باید میشد پادو ما یا هلپر ما، برو نمیدونم قیچی بیار، برو اینو بیار، برو اونو بیار. عادت نکردیم. اینم اینجا باید بشینم من بگم اون کتابو بدید اون فلان. عادت نکردیم چیزامونو وسائلمونو بیاریم آماده کنیم بعد بتونیم کار کنیم. شما نگاه کنید اصلا اینا همشون همین جورن. شما یک رستوران که برید این خدمتکارتون میبینید 6 تا 7 تا خودکار گذاشته اینجاش. اون قبضی رو که نمیدونم میخواد به عنوان بیل به شما بده یا میذاره تو جیب این پیشبندش. ما اصلا پیشبند فکر میکردیم اگه ببندیم کسر شأنمون میشه. چی بگم؟ اینا رو باید یاد بدیم. وظیفه تلویزیون اینه. وظیفه تلویزیون اینم هست که به این دوستمون که لطف کرده از ایران تماس گرفته بهش بگم خب آقا شما زنگ زدی، اگه بتونم پیداش کنم بذارید همین توی صحبتایی که با سعید داشتیم هست. شما گوش کنید دوستان، به من بگید که این دوستمون اسمش چیه و چی میگه و من باید چی کار کنم. 11 ثانیه تماس گرفته. خب نشون میده از ایرانه. 98 مال ایرانه، 930 مثل شماره موبیل هست، ولی ببینید این تماس یه تلفن ایرانی دوست هست. دشمنه که خب بدون شماره و از ترس و زنگ میزنه فوش و توهین و میرتش، ولی دوست که اطمینان کرده به تو، تلویزیونتو نگاه میکنه، برنامه‌تو نگاه میکنه، زنگ که میزنه ببینید اینه. بفرمایید. ممنون سوالی جان. بله خواستم شاه تماس بگیرید. ممنونم سوربی جان، شاهرخ هستم، شاه تماس بگیرید. هی بشینید بگید هنر نزد ما ایرانیان است و بس. هی بشینید بگید 3000 سال پیش زرتشت اینجوری بود. اصلا این عکسش میبینید، این موجایی که دورش کشیده مال تلفن‌های بیسیم بوده و مال فلان بوده. هی بشینید بگید که ما چنین و ما چنان. اون وقت تو قرن 21 یک پیام تلفنی بلد نیستید. سوربی جان، جان تو سرم بخوره نمیخواد بگی. سوربی برنامه تو دیدم درباره پیام تلفنی. من امروز یاد گرفتم پیام تلفنی بذارم. از این بابت ازت ممنونم سوربی جان، ممنونم. منی که نمیشستم شما کی هستی کجا هستی، برای چی ممنونی؟ حالا شما هی بشین بگو سوربی نق میزنه. اگر دنیا افرادی نداشت مثل من که نق بزنن هیچ چیز درست نمیشد. اونی که میره میفته تو دست انداز ماش تو خیابون فوش میده میره، اون فقط فوش داده جلو زن و بچهش اعصاب خودش ناراحت کرده. ولی اون انسان شریفیه که میگه وقتی رسیدم خونه زنگ بزنم به ویرجینیا دیپارتمنت آف ترانسپورتیشن، به شهرداری شهر، بگم اینجا یک چیزی هست باعث میشه تصادف بشه، این گود و این چاله رو درست کنیم. بیاین انسان بشین. دکتر هستیم، مهندس هستیم. آقا خانم دکتر شدن مهندس شدن چه آسون،
آدم شدن، انسان شدن چه مشکل. بیاین از امروز جمعه هم هست تصمیم بگیرین، شنبه هم استراحت کنید، یک شنبه هم که اول هفته آمریکاییاست استراحت کنید. اینا جالبه، اینا اول هفته شون یک شنبه، یعنی اول روز تعطیلی رو میگیره، بعدن دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه. البته اینم فکر کنم فشار دین مسیحیت بوده، گفته اول شما باید بیای پدر روحانی رو ببینی، صدقه پولتو بدی، بعدن بری اگه برات پولی باقی موند بری به فکر زن و بچه و زندگیت باشی. در هر صورت از روز یک شنبه هم استراحت که کردید، از دوشنبه تصمیم بگیرید انسان باشید. اگر تا امروز انسان بودید ناراحت نشید، سوربی داره به دیگران میگه، داره به خودش میگه. اوکی، بریم سراغ مسعود سهیلی. من یه دفعه یکی از برنامه ها پرسیدم که شما میدونید چرا بالای داروخونه ها علامت یه ماری هست و یه جام شراب، یا بعضی ها میگن این جام شراب نیست، این آب نمک هست، و خب یه کسی خوش سلیقه بوده گذاشته تو این لیوان هایی که معمولا توش شامپاین می نوشن، تو این لیوان های اینجوری، یا اون مشروب دیگه چیه، ودکا و نمیدونم. در صورت لیوانش مهم نیست، محتویاتش مهم. چرا بعضی ها میگن نماد، بعضی ها میگن نماد، کدومش درسته؟ به گمانم هم گمان درسته هم گمان. چرا نماد داروخانه های جهان مار و جام است؟ با هجوم موش ها به شهر همدان که موجب شیوع بیماری تا اون در این شهر شده بود، ابو علی سینا به مردم توصیه کرد برای مقابله با موش ها از مار استفاده کنند، و بعدها نیز به پاس این کار در سر راه مارها جام شرابی از انگور سیاه نهادند تا از آن بنوشند، زیرا زهر مار را بیشتر می کند. از آن پس، حالا مار زهرش انسان فقط میزنه، ولی موش رو که مار میگیره، یعنی میخوره میبلعه، احتیاج نیست، شاید هم میزنه بیهستش میکنه، نمیدونم، مار نبودم تا امروز. از آن پس مار و گیلاسه، این گیلاس همون گلاسه، اینجا میگن گلاس لیوان، بعد تو ایران شد گیلاس، گیلاس شراب نماد بهداشت و نماد داروخانه های جهان شد. لذا برخی داشتن و نگهداری مار را نشانه سلامت می دانستند و به افرادی که زیاد دچار امراض می شدند می گفتند بیمار، یعنی اینها مار ندارند، مذهبی مریضند، بیمار هستند. این مطلب رو که خواندید بدون نشانه مار و گیلاس شراب به من رسید. از آنجا که آدمی نیستم که هر چیزی را راحت بپذیرم، در پی پژوهش برآمدم، یافته های من به این صورت است. ممکن است داستانی که در بالا خواندید بسیار هم درست باشد، ولی در برخی کتاب و اسناد، در برخی کتب و اسناد مطالب دیگری در این باره، لوگو یا نماد یا علامت آمده که میگوید این نشانه به دوران اول تاریخ برمیگردد که نشانه گیلاس شرابی است که پر از زهر مار بوده و به آنانی که از دین بیرون میرفتند داده میشد تا بخورند. همچنین این نشانه است که نماد یاد شده سمبول است که در سال 1222 میلادی به عنوان جام پیروزی برای 700مین سال گشایش دانشگاه پادوا ساخته شده بود که در آنجا پزشکی تدریس می شده است. همچنین در اسنادی که مربوط به این جام می شود آمده است هیچ کدام درستی دو مورد بالا را نمی تواند تعیین بکند و تنها به موردی اشاره می کند که این نماد مربوط به داروخانه و درمان پزشکی به سال 1796 برمی گردد، زمانی که این علامت را جامعه داروسازان فرانسوی به کار گرفتند. خلاصه چندین چیز مختلف گفته، یعنی ما که میخواستیم بفهمیم چیه حالا تازه گیجتر شدیم. ولی من خودم یادمه توی خونه قدیمی نزدیکای کل مشیر زندگی میکردیم و جالب بود این خونه قدیمی مثلا حمام بسیار بزرگی داشت و اینها. در صورت اونجا من و داداشام حالا برای چی یه کاسه ای آب و نمک درست میکردیم و میذاشتیم اونجا، پر مار بود این خونه ها و عادت کرده بودیم. یادتونه اون وقتا خونه ها اتاقا کاشی نبود که موکت کنن، گل بود،
بعد روی گل حسیر مینداختن که این رطوبت و ایناش نیاد، بعد روش حالا هر کسی به وسق یا یکی فرش مینداخت یکی گلیم مینداخت و اینها. حالا ملت میگن این سربی چند سالشه که خونه های حسیر و اون تیرای سقف و اینجوری بولیو یا اون نیار رو مینداختن روش و اینها یادشه. در صورت این هم از این ماجرا. خب اجازه بدیم من این ایمیل رو فوروارد کنم. یک کاری رو ما به یه دوستی گفتیم انجام بده، گفت باشه من برات انجام میدم. من برنامه خودم رو گذاشته بودم که قشنگ بیام اینجا ده دوش بگیرم برم اون کار رو انجام بدم، بعد برگردم ساعت 11:30-12 آماده باشم. این که میگن کار خودت رو واقعا به دیگران اگه بذاری بندازی معلوم نیست. وقتی این دوستمو گفت اوکی من انجام میدم، گفتیم باش. حالا اون یکی دیگه دوستمون نوشته آقا مگه نگفتی میام، من منتظرم. گفتم خب منتظر باش تا ببینیم این دوست ما چه میکنه. این هم از این ماجرا. خب آره ما تو اون خونه قدیمی میرفتیم آب نمک میذاشتیم و باور داشتیم که این مارها آب نمک رو دوست دارن و به همین خاطر میفهمن ما براشون گذاشتیم، ما رو نیش نمیزنن. تا امروز هم که اینجا هستیم الحمدلله نه من نه برادرام هیچ کدومشون به اصطلاح نیش یا دندون مار نه. ولی جالبه پسر خود من حدود 22-23 سال پیش وقتی که 12-13 سالش بود، خب میدونید که اینجا هم رسمه اولی که خونه میخری پسرت میگه بله من هر روز حیات و چمنشو میزنم، شما میری $300 میدی یه ماشین از این ماشینای سوخت بعد تر 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 دو زمانه هرچی آشغال، بعد اونم یه دو ماه میکنن بعد دیگه میفته دست خودت. یه روزی آمد گفت که پشت پام داره خون میاد و ما همسایه که دو تا خونه پایینتر مادر یکی از همکلاسیاش پرستار بود، این تا اومد گفت که تو با این ماشین چمنزنی رفتی اونجایی که این مارهای سیاه هستن بهشون میگن گاردن سنیک و اینها را ترسوندی و اینها سمی نیستن ولی اینها گازت گرفتن. در اصل گفت این اصلا چیزی نیست فقط روشو بپوشون. و اما میگه دو کس، این رو این دوستمون از گلستان سعدی میفرسته، ممنونم، همون کسی هست که این کتابا رو فرستاده. آقا ببین چیکار کردی، ما حالا دیگه اینجوری دستامونو میتونیم بالا بگیریم و مثل جیزس که به صلیب کشیدنه هم کشوندن ما هم جور صاف وایس. این کتاباست هنوز دو تا کارتونش توی بیسمنت هست و نشته کاگو جون از گلستان گفته نقل میشه که دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بیفایده، یکی آن که اندوخت و نخورد، دیگری آن که آموخت و عمل نکرد. بسیار جالب، امیدوارم این پند و نصیحت هایی که شما میدید مثمر ثمر باشه برای بینندگان ما. دوستان عزیز باز هم بهتون میگم اگه یه وقت فکر میکنید برنامه‌ای که من اجرا میکنم مورد پسندتون نیست، شما میتونید برنامه بهتری داشته باشید، این گوی و این میدان. این رو هم فکر کنم باز علی دوستمون فرستاده و میگه که ای به رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند چه هوشیار چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنش. کنش یعنی چی؟ میخونه. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو چه دانی که پس پرده که خوب است و که زشت. نه من از پرده تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. نمیدونم. حافظا روز اجل گر به کف آری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت. یه صفحه هست این نوشته های حافظ و سعد، اینا رو میخونن و اونایی که بیشتر واردن میدونید که برای اولین بار باید یه کسی اینو بخونه. اگه شما صحیح شنیده باشی صحیح میخونی،
اگر غلط بشنوی تا آخر عمر دیگه غلط میخونی. در اصل ممنونم از این دوستمون برای که اسمش رو اشتباه نگفته باشم. بله علی شیرازی عزیز ممنونم. آخه یه بار یه چیزی رو گفتم بعد ایشون گفت آقا من که اینو نگفته بودم. گفتم در اصل ممنونم از شما که لطف میکنید اینها رو میفرستید. و اما ملاقات خانم آذر آریانپور با آیت الله گیلانی حاکم شرع تهران. این یک مقاله نسبتاً طولانی آقای هوشنگ آریانپور فرستادن. اگه کسی میخواد من این رو براتون بفرستم. من بارها گفتم مقالات طولانی رو یه پاراگرافش رو میخونم که به قول اینها مثل تو فروشگاه که میری نمیاد یه پیتزا بهت بده، یه تیکه اینقدی پیتزا بهت میده، اگه گفتی خوبه میگه برو تو یخچال اونوری تو فریزر بردار، یا یه قاشق مربا بهت مربا میده یا شکلات بهت میده، اگه گفتی خوبه میگه برو اونجا بردار. ما هم همین کارو میکنیم. این چیزی رو که این دوستان میفرستن یه سمپل، یه نمونه کوچولوش رو به شما میدیم. شما اگه خواستی یا با آقای آریانپور تماس میگیری یا با من تماس میگیری، من براتون میفرستم. نه سال دیگه ها، نه سه ماه دیگه، تو همین یکی دو روز آینده. یعنی حقیقتا از این برنامه رسیدیم به برنامه دوشنبه، من اینا همه رو پاک میکنم و اگر قرار بود من اینا رو نگه دارم، حاصل 18 سال، البته اون اولا که ایمیل میمیل نبود، ولی حاصل 18 سال فکر کنم باید یه جایی مثل این شرکت های AOL و اینا میگرفتیم اینا رو نگه داریم دیگه. حالا ما خیلی اغراق میکنم، اصل تلویزیون و رادیو و اینها همش اغراقه، یه خبری رو بزرگ کردن. در رابطه با انتخابات آمریکا گفتم دیروز آقای اوباما بعد از اینکه نتایج کالیفرنیا معلوم شد و اون خانم هیلری کلینتون به حد نصاب رسیده بود، یه ملاقاتی داشت با آقای سندرز. خدا میدونه تو اون ملاقات اینا به هم چی گفتن. میدونید که این اوباما قبلا سناتور بوده و تو مجلس بوده و اینا چه قود و چه وعده و وعیدی هایی دادن. آمد بیرون، تا آمد این رفت دنبال کارش و اینها، سندرز، برنی سندرز، آقای اوباما هم اون موقع از خانم هیلری کلینتون حمایت کرد، گفت این کسیه که بهترین کسه که بره تو کاخ سفید. 8 سال پیش میگو اینا اینجا رو کردن مثل حکومت انگلستان، از بچه به بابا، از بابا به اون، از شوهر به زن، فایده ندارن. حالا که با هم کار کردن، حالا هم دست شدن، سگ زرد و شغال میگن برادرم، گفته این بهترینه. و از اون برم آقای برنی سندرز، مردم منتظر بودن که وقتی میاد بیرون بگه خب منم دیگه میرم کنار و میدون رو برای هیلری کلینتون باز میذارم، ولی این کارو نکرد. حتی دیشب در واشنگتن برنامه داشت، خیلی هم مردم آمدند و اینها، و بعضیا میگن که برنی سندرز با وجودی که حمله نکرده به خانم هیلری کلینتون که اشتباه بود راجع به ایمیل و محاکمه های اف بی آی و مشکلات پرونده های قانونی که شوهرش داره، خودش حتی داره و اینها، میگن که با وجود بری منتظره که این اتفاقات بیفته و اگر اون بره کنار ماه کی، جون، جولای که اون کانونشن بزرگشون هست، اینو مجبورن انتخاب کنن. این یکی. دوم این که دیشب دو تا مهمون توی برنامه استیون کولبر بود که این دوتا قبلا فرماندارای استانهای مختلف اینجا بودن یا فرمانداری های مختلف اینجا بودن و این هر دو ریپابلیکن بودن، جمهوری خواه بودن. بعد اونا هم مثل سازمان مجاهدین دیدن بابا این حزب جمهوری خواهان دیگه اون حزب نیست، عوض شده، آمدن رفتن توی حزب سومی که من و شما کمتر ازش میشنویم، ایندیپندنت میشنویم، استقلال، هر کس تنها میاد، ولی لیبرتریان، یعنی حالا اونایی که آزادی خواهن یا هرچی. و اینا امیدشون اینه که الان که آمار 10% نشون میده، در چند روز آینده این آمار به 15% برسه. اگه به 15% برسه، این شکل برگزاری کانونشن دموکرات ها و ریپابلیک به این صورته که اینها رو هم باید بیاره و اینها میتونن باز با آقای دونالد ترامپ، خانم هیلری کلینتون، برنی سندرز، این دوتا هم میتونن باشون مناظره کنن. یکی از اشکالات بزرگی که خانم هیلری کلینتون به وجود آورده اینی که مناظره نمیکنه، در میره. و دیدید حتی ترامپ هم گفت با برنی مناظره میکنم، ولی اونم در رفت. ترامپ خب آدم دروغگو و شیاد و کلاشیه، ازش انتظار میره که اینجوری باشه، ولی از خانم هیلری کلینتون انتظار نمیرفت که اونم همه رو
به اصطلاح ناامید کرد. حتما میگید این تلویزیون ها چیه؟ من اینجوری نشون میدم که این همه تلویزیون هست، جنگل نشون میده، منظره نشون میده، عکسای خوب. ممنونم از شما که نشستید تلویزیون مردم رو نگاه میکنید و برنامه من. یکم تیر ماه 1394 نسخه چاپی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیار میرزا یا دیار میرزا، روزنامه جمهوری اسلامی، خاطره خانم آذر آریانپور. آذر آریانپور خواهر خانم آقای امیر هوشنگ آریانپور هست، همسر اون دکتر شیخ الاسلامی یا شیخ الاسلام شجاع‌الدین شیخ الاسلام زاده، بعد همسر دکتر سید شجاع‌الدین شیخ الاسلام زاده، وزیر بهداشت رژیم پهلوی را که در کتاب پشت دیوارهای بلند منتشر شده و به مرحوم آیت الله محمدی گیلانی است منتشر کرده است. و به مرحوم، این جمله درست نیست، بعضی وقتا میرزه به هم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیار میرزا یا دیار میرزا، روزنامه جمهوری اسلامی، خاطره خان که در کتاب دوباره همون جمله رو نوشته، به شرح زیر باز انتشار داده است. انتشار کرده است، باید بگن منتشر کرده است یا انتشار داده است. در حوالی ظهر از دفتر آیت الله محمدی گیلانی، حاکم شرع دادگاه انقلاب، تلفن بی سابقه ای داشتم که مرا به تعجب دچار کرد. منشیش به من اطلاع داد که باید برای امر مهمی عصر همان روز در قم به حضور آیت الله برسم. با توجه به این مسئله که مسافت تهران تا قم بیش از 140 کیلومتر بود، باید هرچه زودتر حرکت میکردم تا به موقع برسم. من به احترام بازدید از یک شهر مقدس، چادر نماز سیاهی آریه کرده بودم که سراپایم را میپوشم. هرقدر پیشتر به دعوت ناگهانی حاکم شهر فکر میکردم مضطربتر میشدم. میدونید که بس همینجا اگه خواستید برید ببینید، آقای شیخ الاسلام زاده دکتری بود که وقتی که گرفتنش مثل این که قبول کردن ایشون دکتر زندان باشه و نکشتنش، و چند سال پیش ایشون فوت شد و ماجرای جالبی داره. در صورت این رو اگر خواستید من براتون بفرستم یا با خود آقای آریانپور تماس بگیرید. ساعت 2:55 است، 5 دقیقه دیگه میریم به سراغ آقای سرهنگ دکتر عقیلی پور. و اما یه دوستی دارم به نام شهرام، لطف کرده یک مقاله‌ای رو فرستاده به نام شلیک گاز اشکاور در استودیوی تلویزیونی. میگه که سایت انتخاب دیشب هنگام ضبط برنامه خندوانه درگیری کوچکی بین چند نفر از شرکت کنندگان پیش آمد که در ادامه یکی از آنها به گاز اشکاور متوسل شد. ما دیگه نمیدونستیم بینندگان هم گاز اشکاور دارن. خدا رو شکر که ما اینجا بیننده حاضر نداریم، اگر گاز اشکاوری هم هست تو خونه خودتونه. در هر صورت شایعاتی درباره انتصاب فرد مذکور به نیروهای نظامی مطرح شده است. متاسفانه شهرام یه لینکی فرستادی، وقتی من این لینک رو میزنم به جای اینکه به اصل خبر آدم بره، میره به یه عکس خیلی کوچیک و به اصطلاح نامشخصی. اجازه بدید که هشدار سفارت ایران درباره سفر به ترکیه. میدونید که دوست ما علی در ترکیه رفته بود کنار دریا و از اونجا عکسای فرستاد برای من و میگفت که مارکت اینها، یعنی بازار اینها خیلی کساده و گویا ایرانی ها نمیان اونجا، میترسن. گفتم بابا هر جایی که بمب و بمبگذاری باشه خب بالاخره مردم نمیرن، توریست میخواد بره یه جایی که خوش بگذرونه، نمیخواد بره یه جا یه لیوان آبجو بخوره بعد منفجر بشه دل و رودش بگیری تو دستش. میگه خیابان استقلال یکی از مراکز توریستی شهر استانبول. سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنکارا در اطلاعیه‌ای به مسافران ایرانی درباره حضور در اماکن شلوغ در شهرهای ترکیه هشدار داد. در این اطلاعیه که امروز پنجشنبه 20 خرداد دیروز منتشر شد، از مسافران ایرانی عازم ترکیه خواسته شده با رعایت مقررات و هشدارهای امنیتی مقامات کشور میزبان از حضور در اماکن پرتردد و تجمعات جلوگیری کنند. اتفاقا دوستمون علی نوشته بود اینجایی که رفته بود کنار دریا، میگه پلیسا تعدادشون زیادتر از توریست ها هست و این هم مشکلاتی هست که به غیر از اینکه
تروریست ها ایجاد کردن، از اون ور حکومت های دیکتاتوری مثل این حکومت اردوغان و اینها، بعد چی میگن، اینها هم باعث میشن که یه سری دیگه هم که ممکنه اصلا تروریست نباشن اینها ناراضی بشن به خاطر ظلم و فساد دولتی، اونها هم دست به کارهای احمقانه بزنن. پس این اصل این حکومت های دیکتاتوری هست که از اون ورم اون چیزای دیکتاتوری رو به وجود میاره، مذهبیون اینها. میگه که poor guy is so happy he can watch your program from Iran with all those filtering. آهان، خیلی ممنونم. این سعید همیشه به من نصیحت میکنه، میگه فوری تصمیم نگیر، پیش قضاوت نکن، و درست میگه. ممنون و متشکرم. میگه که بابا این بنده خدا حالا صدای تو رو شنیده، از ایران زحمت کشیده، پول خرج کرده، خودشو به خطر انداخته، تماس گرفته، تو چرا اینجوری میزنی تو ذوقش؟ ممنونم، راست میگه. از اون دوستمونم عذر میخوام، ولی خب یاد بگیرید تلفن که میزنید بگید این. بله، ممنون و متشکر. بذارید ببینیم که چیه. مرسی. 2:58 دقیقه است و یک خبر دیگر رو اگه بتونم، اون رو گفتم، هشدار سفارت ایران رو گفتم. حبیب خواننده ایرانی درگذشت، یادش به خیر هرچی بود. یه دوستی دارم مجتبی از ایران برای من یک کتابی رو فرستاده، اگه کسی میخواد. این کتاب 444 صفحه است و اسمش هست قدم روی چشم. بذارید من براتون اصلا بازش کنم، بهتون نشون بدم. این کتاب رو قبلا هم من چیز کردم، یه فرانسوی میره ایران و اونجا به اصطلاح تصمیم میگیره این کتاب رو بنویسه، و اولین صحبتی هم که هست همینه، قدمت روی چشم. دیدید ما به مهمونا میگیم قدمت روی چشم و اینها، این هست 444 صفحه. و من به این دوستم ضمن تشکر گفتم چه تصادفی، تعداد صفحات این کتاب درست مساوی است با تعداد روزهایی که ایرانیان، اونایی که هاستیج، اونایی که گروگان‌ها رو گرفته بودن، این گروگان‌ها رو نگه داشتن. البته اونایی که اهل تحقیق هستن میدونن که بیشتر دلیلش این بود که ریگان به اصطلاح با آخوندا دست به یکی کرده بود و اینها رو بیشتر از حدی که اونا حتی میخواستن نگه داشته بود. بریم سراغ آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور و پای صحبت‌های خوب ایشون بنشینیم و از تجربیاتشون استفاده کنیم. واو، گفتم صدا رو زیاد کردم برای این دوستانی که از فیسبوک ما رو می‌بینن. دوستان فیسبوکی لطف کنید به دیگران هم بگید که ما روی فیسبوک هستیم. سلام آقای عقیلی پور، سربی هستم از تلویزیون مردم و مرسی که وقتتون رو به من و بینندگان میدید. من به نوبه خودم به عنوان یه ایرانی از شما ممنونم. بارها گفتم امیدوارم دیگران هم شهامت و شجاعت شما رو داشته باشن، شما آقای آریانپور و دیگران، و تا هستند و هستیم بیان صحبت کنن. من ساکت میشم، میکروفون رو در اختیار شما میذارم تا در رابطه با پرسش هایی که دوستان بیننده چه مستقیما از خود شما از طریق ایمیلی که روی این ویدیو دیده میشه، چه از من پرسیدن و من برای شما فرستادم، شما در اون موارد صحبت کنید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید. با عرض سلام حضور حضرت عالی و بینندگان محترم. بله، همینطور که فرمودید سوالات گوناگونی هست که اینا مستلزم پاسخهای گوناگونی هم هست. پس از برنامه جمعه 27 می، اظهار نظرهای محبت‌آمیزی از طرف شنوندگان شد که سپاسگزارم. روش من همیشه اینجوری بوده که وقتی به موضوعی برخورد میکنم، اسنادی رو که در اختیار دارم مطالعه میکنم و پس از جمع‌بندی همه این مطالب به خلوت می‌نشینم. یعنی چی؟ یعنی راندوو یا وعده ملاقات با خودم میگیرم در تنهایی و بعد چراهایی رو عنوان میکنم و تجزیه و تحلیل میکنم. و این بسیار جالبه که هر کسی در زندگی با خودش خلوت کنه، راندوو بگیره، در موردی بشینه فکر کنه. در هر حال بعدا در حد بضاعت کم خودم به یه نتیجه میرسم
نتیجه گیری مطالعات و تفکر من چیزیست که مربوط به منه. مسلمن کسان دیگری میتوانن برداشت دیگری داشته باشن. در برنامه قبلی هم گفتم در طول تاریخ دانشمندان علوم مختلف و فیلسوفان بزرگی در سطح جهانی ما داریم. مثلا در فلسفه میبینیم که فیلسوف ما فارابی در همه جا به نام ارسطوی ثانی میشناسنش، به این عظمت. از خودم میپرسم چرا در دوران امپراتوری بزرگ ایران دانشمندان اینقدر نداشتیم؟ بعد به نظرم میرسه که چون در اون زمان ها آموزش تحصیل فقط در اختیار درباریان و اشراف و مقای بزرگ بود، نبوغ فرزندان ایرانی خفه شده بود. به محض اینکه تحصیل برای همه مردم از هر طبقه آزاد شد، تک ستاره های درخشان علم و ادب بچه های ایرانی در جهان یهو نورانی شد و نبوغ ذاتیشون همه جو پخش شد. و مهمترم این بود که اکثرا و قریب به اتفاق دانشمندان و فیلسوفان برجسته از دیهات و شهرهای دورافتاده به سر بلند کردن که قبلا هم امکان تحصیل نداشتن. درباره علوم و دانشمندان باور شخص من اینه که همه چیز در کائنات و جهان هستی وجود داره، منتها اشخاص دانشپژوه و متفکر اونو پیدا میکنن. واژه اختراع رو من نمیپذیرم، زیرا کسی چیزی اختراع از خودش نمیکنه، یه موضوعی رو پیدا میکنه. وقتی ارشمیدس در خزانه حمام حس میکنه وزنش کمی سبک شده، فکر میکنه، به این نتیجه میرسه که هر جسمی که در آب بره به اندازه وزن آب هم جسم خودش هم حجم خودش سبکتر میشه. خب اینو این پیدا کرده، ولی هزاران سال آب و حمام و خزانه وجود داشته، ولی این متفکر بوده که فکر کرده و اینو پیدا کرده. وقتی سیب از درخت به زمین میفته، نیوتن به قانون جاذبه زمین و اینکه زمین هم به طرف خورشید کشش داره فکر میکنه. خب میلیاردها سیب از درخت افتاده و دیدن، اما اون اینو پیدا کرده. حالا اینکه درباره علوم، درباره دنیای فلسفه هم همینطوره. اخت و نس که حاکم بابل بود، دانیال پیامبر رو احضار میکنه که من خوابی دیدم و فلان این حرفا تعبیر کنه. او میگه که قربان، تعبیر غیب من نمیتونم بکنم، علم غیب فقط در اختیار الو. خب به نظر میرسه که تلفنمون قطع شد. اجازه بدید من مجددا تماس بگیرم و بله، اجازه بدید که شماره ایشون رو بگیرم. چارج باتریشون. الو الو ببخشید قطع شد تلفن. امیدوارم که باتری چی میگن، شارژ تلفنتون وصل باشه به برق یا نه؟ شارژ کاملا همین الان تازه از برق کشیدمش. خب پس بفرمایید، امیدوارم باز قطع نشه، بفرمایید. بله، بیش از 2000 و چند صد سال بعدش فروید که فیلسوف و متفکر قرن شده، همه جو صحبت از اون میکنن که این مطلب رو گفته که آنچه در خواب میبینن افکار خود ماست که به شکل دیگری در خواب به نظر میرسه. چون فروید کلیمی بوده، لابد کتاب دانیال پیغمبر یهود خونده و همون مطلب رو تکرار کرده، اما به جهاتی او رو به قول خودشون پیدا کننده چنین فکری میدونن. یا مثلا داروین که شما هم آقای صبح در جلسه قبل میگفتید اولین کسیست که راجع به تحول و تکامل صحبت کرده. بله، مسئله تحول و تکامل رو با سر صدا عنوان کرده و به نام خودش عرضه میکنه، در حالی که ارسطو که پایه‌گذار کالبوچکافی اندیشه بشره، تحول و تکامل رو در اون زمان عنوان کرده.
تازه خود اون ارسطو 5 قرن قبل از ارسطو میگه که هراقلیتوس بحث تکامل رو اون کشیده بوده به میون. ملوزه فرمود چطور علم و فلسفه دست به دست میگرده. اما موقع که داروین تازه این مطالب رو عنوان کرد، همه شروع کرده به مسخره کردنش. در انگلستان رئیس دانشگاه که خودشم پاستور بود و خیلی مذهبی بود، گفتش که آقای داروین اول به ما بگن خودشون از طرف پدر یا از طرف مادر گزینه بودن. ببینید تا این حدام مسخرش میکردن. بعدن هم بزرگ بعد از اسلام بزرگان ایران مثل فارابی و ابن سینا اصل تحول رو عنوان کردن، منتها گفتن تحول تنها جنبه مادیگرایی نداره و تحول و تکامل اصلی در مورد معنویات موجوده. چون این بزرگان ایرانی که باورمندی اسلام قبول کرده بودن اومدن تحول و تکامل هم قبول کردن، اما بیشتر در معنویات علاقه داشتن. عقیده شدن. مولانا میگه هر زمان نوع میشود دنیا با ما، یعنی دنیا در حال تحول میره جلو، هر زمان نوع میشود دنیا و ما، غافل از این نوع شدن بهر بقا. ببینید همه گفتن، تازه دانشمندان بزرگتری مثل سهرابی، اونایی که به وحدت ذات واجب الوجود باور بودن، مسئله تحول از جسم بودن به معنویات رسوندن، همه به همشون. خود آقای سهروردی عارف بزرگ بزرگ همه، بعدها هم گل سرسبد عرفا ملا صدر شیرازی، اصل برطب اومدن با دید عرفانی هماهنگ کردن، تا بعدها که صوفیگری پیدا شد و تحول حرکت معنوی به سوی آفریننده کائنات پیش کشیده شد. از همه این مباحث هم که گفتم بازه برید دورتر در تاریخ نگاه بکنید، میبینیم که همین نیچ فیلسوف بزرگ غرب که همه قبولش دارن نوشته از خود زرتشت، گفته که زرتشت گفت من اونایی رو دوست دارم که چیزی ماورای خودشون بسازن و تحولی پیدا کنن و بعد از این دنیا برن. پس معلوم میشه از گذشته های خیلی دور موضوع تحول و تکامل بوده و مربوط به آقای داروین تنها نیست. حتی کارل مارکس وقتی نامی به داروین نوشت که من نظر شما رو خوندم و خیلی خوشم اومد، ولی اجازه بده کتاب کاپیتال خودم رو تقدیم کنم که اینم تحول اجتماعی است. آقای داروین پیشنهاد چه قبول نکرد و نمیشه کتاب دنیم آقای برای من بفرست. آقای صوبی من بارها گفتم زندگی دفتری است از خاطره ها، کتاب ها میشه در این همه موارد نمیشه. عرب ها در قادسیه و نهاوند ستون فقرات کهنسال ایران زمین رو خورد کردن تا حدی که فردوسی گفت چه کردیم چین گونه گشتیم خار، نبود این چنین کشور و دین ما، کجا رفت آیین دیرین ما. اما با همین وضع شد، بعدها با گذشت زمان بزرگان و دانشمندان سر بلند کردن و افتخارآمیز شدن. از همین بچه های امروزی ایران که ایران خودمون جوانایی روش میکنن بلند میشن تا کاووار زحاک های زمین رو سرنگون کنن و به ما باز گردد کلاه بهی. کمی سر رو میخواد تمام مملکت آن روز زیر رو گردد که قهر ملت با ظلم رو به رو گردد. پس چیزی نمونده. پاتریس لومونبا که من کاری به عقیدش و ایدئولوژی سیاسیش ندارم، ولی از زندان یه نامه جالبی برای همسرش نوشته بود. تو نامه نوشته بود که آن سوی این دیوارهای مستحکم که احتمال نجات من در آن نیست، لومونباهای دیگر وجود دارند و روزی خواهند آمد. همه آنهایی که خون وطن در رگهایشان میجوشد لومونباهایی خواهند بود که راه مرا دنبال میکنند. فرداهایی پشت دروازه های کشورمان انتظار میکشد تا قفلهایی که قرنها به روی آزادی و استقلال بسته بود باز کنند. امیدوارم که
همین طور هم برای کشور ما ایران بشه و هست و خواهد شد. در طول تاریخ چند هزار سال ایران این بحث جالبه، دیدیم تنها محوری که همه پراکندگی ها به دورش جمع شد پادشاه ایران بود. ضرب المثل ها، ادبیات، اشعار و روایت تاریخی همگی این مذهب رو گواهی میدن. اما همین مردم هر وقت همین پادشاه خودشو از مردم جدا میکرد سرنگونش میکردن. در تاریخ ما بیش از همه کشور رو شاهان خودمون کشتیم یا بیرونشون کردیم از کشور. اگر پادشاهی هزاران خدمت به کشور میکرد و ایران رو سربلند میکرد تا اونجا که بود و اقدام میکرد، مردم باش بودن. ولی وقتی که اون و اطرافیانش جدا میشدن از مردم، خودشون رو تافته بالاتر میدونستن، چون اگه خدماتی کرده میگفتن وظیفه شده که باید شاه این کارا رو بکنه، ولی وقتی خطا میکردن میگفتن نه. شما ببینید چند پادشاه بچه های خودشون رو کشتن که شاه بشن، کور کردن. چند فرزند پدرشون رو کشتن زندانی کردن که شاه بشن. شاه عباس رو مثال بزنیم، چقدر این مرد به ایران خدمت کرد، سرزمین ایران رو سربلند کرد، رسون به حدود زمان شاهنشاهی ساسانی. آنچنان قدرت داشت که تزار روس در جنگ با دشمنان در مزدیگه افتاده بود، پیام میفرسته از شاه عباس تقاضای کمک میکنه و کمک مالی میخواد و میگه در مقابل این کمکی که میکنی، من بندر در شمال دریای خزر در اختیار ایران میذارم که شما استفاده کنید. پس از اینکه ما تونستیم قرض شما رو بدیم، بندرم به ما پس بدیم. همین شاه بزرگ و قدرتمند، فوق‌العاده مذهبی، خودش سگ درگاه سامن الائمه امام رضا میدونست و پیاده از اصفهان به مشهد میرفت. اما کارش به جای رسیده بود که پیوسته همیشه این میرغضب هم همراهش بود تا هر کی مورد غضب شد فوری گسترش بزن. خود بزرگ بینی او رو به جای رسونده بود که هیچ کس رو قبول نداشت. آخر عمرم به نوشیدن شراب پناه برده بود و الکلیک شده بود. وقتی هم مرد تشریفات لازم رو به پا کرده و بالاخره شاه بزرگی بود، خدمت کرده بود خیلی، ولی میترسیدن که مردم هجوم بیارن و به جبران همون گردنهایی که زده و اونایی که کور کرده و کشته جنازه‌شو تیکه تیکه کنن. تصمیم گرفتن سران 4 تابوت را بندازن، یکی به طرف نجف، یکی به طرف کربلا، یکی به طرف مشهد، یکی هم به طرف قم، که مردم فکر کنن هر کدوم ایده ای بفهمن کدوم یکی به اگر خواستن حمله کنن به یکی از این تابوت ها حمله کنن. ولی همون شبش اینا همونجا خاک سپردن. 387 سال پیش در 21 ژانویه 1629 همه اموال خودشان که خیلی زیادن بود در وصیت نوشته بود که 14 بخش کنن و هر بخشش رو به یکی از 14 معصوم هدیه کنن. این کاری بود که اونا کردن. دیدید که بعد از انقلاب 1357 اما به دستر دیوانی که به گربه کش معروف بود چه بر سر قبل ناصرالدین شاه و آرامگاه رضا شاه آوردن. اما امروز در فرانسه که میرید سر به کلیسای ساکیکور قدیمی بزنید، ببینید که قبل پادشاهشون زیر سنگهای خیلی گران قیمت به خاک سپرده شده. انقلاب بزرگ فرانسه و از اون به بعد تمام جمهوری ها کوچکترین اعانتی به قبور پادشاه خودشون نکردن، در حالی که میدونید اونا هم شاهان خونخوار خودخواه عجیبی داشتن. در مقایسه ملاحظه میفرمود که خوی و روش مردم ما بسیار قابل بررسی و مطالعه است. برید در همین شاهنامه که مبدع تاریخ اسطوره‌ای ماست، ببینید جمشید رو میارن که همه چیز مالونه، همه چیز از روش شروع میشه. روزی که از مردم جدا میشه و برمیگرده، در خود بزرگبینی گرفتار میشه، شورای عالی سران ارتش جمع میشن، نه برای اعلام بی‌طرفی، برای تسلیم برای مملکت و بقای مملکت. چیکار میکنن؟ جمشید رو برش میندازن
و میرن سراغ یه عرب دیگه به نام ضحاک. این عربه رو میارن شاهش میکنن، که بعدم که خب این عرب رو سندگولش میکنن و فریدون رو میارن، که فردوسی گفت بر این بر نیامد بسی روزگار، که بیدادگر شد سر شهریار. همه مردمی نزد او خار گشت، دلش بر ره گنج و دینار گشت. یعنی مردم ول کرد، فکر میکرد دنبال پول جمع کردن اینا بود. من قبلا هم به شما در برنامه شما چند بار گفتم شاهنامه یعنی نامه بزرگ مثل شاهراه، شاهرود و غیره. این که میگن ستایش از شاهانه، این بی خوده. در رژیم گذشته سعی کردن که بقبولونن که ستایش از شاهانه، هم چیزی نیست. وقتی فردوسی میگه به شاه میگه همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. تازه به مردم سفارش میکنه، میگه کورکورانه دنبال کسی ندید که اگر شاه میخواد بشه اطاعت ازش کنی، یا اگر ولیعهد میخواد شاه بشه قبول کنی، ببین آیا لیاقت داره یا نداره. میگه مده از پی تاج سر را به باد، که با تاج شاهی ز مادر نزاد، که نفرین بر این تخت و این تاج باد. این خوی و رفتار و کاراکتر کم و بیش در کشور ما بوده و تاریخ هم تکرار میشه. ببینید در زمان خود ما به خاص و طرح دنیای غرب، صدام حسین وادارش کردن قراردادی که باش پادشاه ایران برای اروانرود بسته بود در تلویزیون پاره میکنه و با حمله به ایران جنگ شروع میکنه. دلارهای نفتی از کشورهای عربی برای کمک و خرید اسلحه به عراق هدیه میشه. کارخونه اصل سازی جهان شب و روز کار میکنه و اصله عراق میرسونه. اما اونایی که جنگ را انداخته بودن با دقت مواظب بودن که هیچ کدام پیروز نشن. وزیر خارجهشون هم عملا گفت که نه ایران نه عراق، فقط برنامهشون این بود اونقدر ادامه بدن این جنگ رو که هر دوتا کشور از حیز انتفاع ساقط بشن و خطری در توازن قوا در پایگاه غرب در خاورمیانه ایجاد نشه. اولا این لغت خاورمیانه یه چیزی من در آوردیه که اینا بعد از جنگ ایجاد کردن. قبلا که خاورمیانه و خاور دور این حرفا نبود، آسیا داشته و اروپا، که این سابقه جغرافیایی تاریخیش خیلی مهمه که ایران هم درش سهیم بوده. یه روزی میشه دربارش کاملا صحبت کرد. بعد از این جنگ دیدیم که در دو سال اول ایران پیروزی پیدا کرد. عرب ها از تخصشون برای خودشون پیشنهاد صلح دادن و حاضر شدن میلیاردها دلار به ایران پرداخت کنن. دست های پنهانی از خارج که خواستار ادامه جنگ بودن و خود بزرگبینی سران رژیم عمامه زیر بار نرفتن و فریاد فتح قدس از اورشلیم از راه کربلا رو بلند کردن. آخه اینا هیچ توجه نکردن که همه این جنگ و بازی ها برای تقویت پایگاه خط در منطقه است. دیدیم چه بس بلایی به سر اومد تا جام زهر و سر کشید و 8 سال چه بدبختی شد. هنوز بعد از 30 سال خرابه ها وجود داره. نه پادشاه نه بعد آخوندها درسی که از تاریخ گذشته ایران نیاموخته بودن، کسی بهشون نگفته بود. رودکی اون موقع میگه هر که ناموخت از گذشته روزگار، هیچ خب مجددن قطع شده ارتباطمون، بذارید تماس بگیریم. جالبه قبلا هم تلفن آقای عقیلی‌پوری مشکل داشت، روی 15 دقیقه قطع میشود که بعد درست شد. بله بله بفرمایید. اون شعر رو که بخونید هر که ناموخت. میگم که قبلا هم من یادم قدیما که با هم برنامه داشتیم تلفن شما تا 15 دقیقه کار میکرد، قطع میشد، بعد شما تماس گرفتیدین درست کردیدین. امروز یه بار روی 5 دقیقه یه بار روی 15 دقیقه لطف کنید. حالا لابد به قول شما یه دستای پشت عالم غیبه، برای که این تلفن دستی منه به اون تلفن قبلی تلفن ثابت دوستر هر بار. منظورم اینه که تا چه حد بدونیم که این خود بزرگ بینی ها که چیزی ندارن، وسیله ندارن، میخوام برن اورشلیم بگیرن. ببینید پلنگ هر چقدر وحشی و خونخوار باشه که هر شکایی رو پاره پاره بکنه، نمیتونه پرواز کنه،
تو وسیله پرواز نداره، اما گنجش که کوچولو پرواز میکنه چون وسیله رو داره. بدون داشتن وسیله با رجزخونی که نمیشه کاری کرد. برای که بهتر بدونیم یه مثالی از تاریخ براتون بزنم. در عهد باستانی شاهنشاهی ساسانی ببینید چه شد. 23 پادشاه خودخواه ساسانی یعنی خسرو پرویز در درگیری برای تصاحب تخت سلطنه از دست بهرام چوبین از قیصر روم اسمش موریس بود کمک گرفت و موفق شد اومد به سلطنت تکیه زد. در این موقع در روم اختشاشاتی برپا شده بود، مردم اومدن اعتصاب و شورش کردن و قیصر روم موریس رو گرفتن کشتن و به جای اون اومدن یک کسی به نام فوکاس قیصرش کردن. حالا ببینید اگه حالا در سوریه رژیم مذهبی از اسد پشتیبانی کنه که بچه های ایرانی در سوریه به خود به کشتن میده، آن روز شاهنشاه بزرگ ایران به علت خود بزرگبینی و خودکامگی برای اینکه درس سلطنت به رومی ها بده اعلام کرد که مقام قیصری فوکاس رو ما به رسمیت نمیشناسیم. ببینید چند هزار کیلومتر دورتر از سوریه بود و به زودی قیصر جدید که قاصب حکومت به صدای خودش میرسه تا به او بیاموزیم سیاست یعنی چی. بین ایران و روم قرارداد صلح قبلا امضا شده بود و روابط به خوبی ادامه داشت. الوست ایران به روم اعلان جنگ داد و با نیروی مجهز همدرش شروع کرد. چون اوضاع رومی ها با کشته شدن قیصر در هم و بر هم بود، نیروهای ایران به سادگی پیشروی ادامه دادن و تا آنتاکیه پیش رفتن. این شکست برای رومی ها خیلی شرم‌آور شده بود. مردم بازنشستن گفتن این معنی نداره، چطور یارو قیصر عرضه نداره که جلو ایرانی ها رو بگیره. شورش کردن، آقای قیصر رو کشیدنش، گفتن تو بی عرضه هستی و لایق نیستی، کشتن و بعد کشتنش. اومدن یه مرد فهمیده تری آزموده تر بود به نام هرکلیوس رو قیصرش کردن. در این شلوغ پولیگی های روم نیروهای ایران خیلی جلو رفتن، به سادگی اورشلیم و مصر و آسیای صغیر تا نزدیک های قسطنطنیه رو از رومی ها پاکسازی کردن. قیصر جدید روم هرکلیوس اوضاع رو دید ناجوره، فوراً از ایران تقاضای صلح نمود و پیشنهاد کرد همه قرامت جنگ رو پرداخت میکنه و ادعای هم از سرزمین های اشغالی نداره. توجه فرمایید همین پیشنهادی که عرب ها در جنگ 8 ساله به آخوندا کردن. اما پادشاه خود بزرگبین قبول نکرد و میخواست جواب قیصر در پایتخت اون کشور بهشون بده. قیصر روم جلسه شورای جنگی تشکیل داد و تصمیم گرفتن حالا که شاه ایران قبول نمی کنه و خیال براندازی ما رو داره، باید با همه قوا تجهیز کنیم و یه پاسخ دندان شکنی به این شاه بدیم که از خود بزرگبینی پیاده بشه. این بود که نیروهای خودش رو آماده کردن و با حملات برق‌آسا از طریق دریای مدیتران و قفقاز ارمنستان حمله کردن. 623 میلادی بود که رسیدن به شمال غرب ایران و آذربایجان هم اشغال کردن و همه جا را بی‌رحمانه غارت و کشتار بی‌سابقه نمودن. تمام تأسیسات زیربنایی آتشکده‌ها را بیرون کردن، دو شهر بزرگ قزوین و اصفهان را با خاک یکسان کردن. پادشاه هنوز در غبغبه خود بزرگبینی بود، کسی رو رفت نداشت به او صحبت که وادارش که صلح رو بپذیره. نیروهای دشمن اومدن نزدیک تیسفو رسیدن. در این موقع قافیه رو باخت و آقای پادشاه خودخواه فرار کرد. اگه پیشنهاد صلح رو قبول کرده بود به پاشیدگی کشور نمی‌رسید. نداشتن فهم سیاسی و جهانی آن روز مقدمات زوال و پاشیدگی شاهنشاهی ساسانی و فرامسا. الان آقای
صبحی، آیا رژیم آخوندی از این گذشته و تاریخ ایران در درس میگیره؟ با این ایمیل های و کتاب ها، نشریات، مصاحبه های مقامات امنیت گذشته آمریکا، کمی دو روز قبل یکی از ژورنال های چهار ستاره آمریکایی دقیقا مطالب رو فاش کرده، میگه که در چه موقع، در اون موقع تصمیم میگیرن که کشورهای مسلمان خاورمیانه رو به آشوب بکشن و تباره کنن. هفت کشورم گفت دیروز توی همه مصاحبه، لبنان، عراق، سومالی، لیبی، سودان، سوریه، ایران، شش کشور به خاک خون کشیده و ایران هنوز سالم بوده. آیا سران رژیم نباید از این مطلب درس بگیرن؟ این شاهان اومدن 150 سال با قیصرهای روم و پس از اونم با روم شرقی جنگ بودن و کشور به زوال کشیده میشد. ببینید اون عظمت شاهنشاهی ساسانی با قدرتی که ارتش با منجنیق‌های قول‌آسا در روزه های حفاظت شده رومی ها رو در هم میکوبید، در برابر نیزه و شمشیر عرب هایی که به دنبال ثروت و زنهای خوشگل ایران اومده بودن که با خودشون به بهش ببرن، زانو زد. و همونطور که گفتم در نهاوند و در قادسیه ستون فقرات شاهنشاهی کهنسال ایران رو خرد کردند و تومار امپراتوری شاهنشاهی در هم پیچیده شد. بعد از خاقانی و اون قصیده معروف مدائن که گفته بود عشقی شاهد جوان، جوان ایرانی که کشتنش، اونم رفته به مدائن و اونم مطلبی گفت، گفت جای پای عرب برهنه پایی دیدم، نسبت تاج شاه و پای عرب سنجیدم، آنچه بایست بفهمم ز جهان فهمیدم، بعد از آن هر چه بدیدم به فلک خندیدم. آقای صبحی، خب در حدود نیم ساعت من وقت شما رو گرفتم، پاسخهای سوالاتی که تاریخی بود، ادبی بود، سیاسی، فلسفی، علمی بود، در این مدت کم بیشتر از این نمیشه وقت شما رو بگیرم. انشالله که جواب همه سوالات رو داده باشم. بسیار ممنونم از شما. از دوستان بیننده خواهش میکنم اگر پرسشی دارن با ایمیلی که زیر ویدیو بود با شما تماس بگیرن، اگر مشکلی دارن برای ارتباط با تلویزیون مردم تماس بگیرن یا پیام بذارن، پیام ها و به اصطلاح نوشته های اونها برای شما فرستاده میشه تا در برنامه های آینده در این مورد صحبت کنیم. من به نوبه خودم بازم از شما ممنونم، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. آقای صبحی، اجازه بفرمایید یه مطلب دیگه من حضورتون عرض کنم. بفرمایید. اولا جناب عالی و شنوندگان محترم مرتب زمین ایمیل و اینها اصرار دارن که من مرتب مزاحم بشم و برنامه بذارم. میدونی که سعدی که یک سرگردن از همه گذشته به نظر من بالاتره نصیحت کرده بود، بعدم که کم حد حرف زد، و بعدم متفکر عارف بزرگ ما نظامی که من به او اعتقاد دارم، اونم گفت با آنکه سخن به لطف آب است، کم گفتن هر سخن ثواب است. آب ارچه همه زلال خیزد، از نوشیدن پر ملال خیزد. اینه که من فکر میکنم احتیاج نداره که من مرتب بیام مزاحم بشم و طالبی رو بگم. این یکی. دوم این که شما میگید که هر کی مخالف باشه بهتر خوشتون میاد. حالا میخوام دیگه مطلب رو در مخالفت با صحبت شما بگم اگه اجازه بفرمایید. شما در مصاحباتون مرتب ایراد میگیرید خانم هیلاری کلینتون که رفته و حتی رفتی دیدید اینها، که آدم درویه، آدم حقبازیه. خیلی خوب، من از شما سوال میکنم کدوم رئیس دولت، کدوم پادشاه، کدوم مقام سیاسی دروغ نیست، دروغ نگفته؟ همه اینا دروغ میگن. یکیشون شما در تاریخ بگید که دروغ نمیگه. خود آیت الله خمینی، مردان ایران، همون آقای بازرگان که مثلا خودشو سیاسی میدونست که نبود، بهش گفت سید شما اونجا همش از آزادی اینا گفتی، حالا داری میکشی. گفت اونا هیله سیاسی ما بود. خب این اونم مثل بقیه.
شما یک نفر پیدا کنید که این حرف رو زده باشه و به وعده هاش عمل کرده باشه. پس فکر کردم که البته من در باره هیلاری کلینتون میگم چون من با برنامه ایشون به کلی مخالفم و اصلا جز بساط چیز من نیست، ولی خب این مطلب میخواستم به جنابالی عرض کنم. حالا اگر خواستید قبول بفرمایید، اگر نه هر طور دلتون بخواد. فقط اگر هر وقت یک نفر مقام سیاسی پیدا کردید که این راست میگه دروغونه حقه بازی محبت کنید، برای من ایمیل بفرمایید. روز و روزگارتون خوش. ممنونم از شما، مرسی، خیلی ممنون. بله دوستان عزیز، کاملا ایشون درست میگه و اتفاقا با این آقای چیز که صحبت میکردن، آقای مایک یا کیوبن، مایک کیوبن فکر کنم، میگفت که ما بین شیطانی که میشناسیم و شیطانی که نمیشناسیم بهتره اون شیطانی رو که میشناسیم انتخاب کنیم. منظورش بین هیلری کلینتون و دونالد ترامپ بود. و آقای عقیلی پور کاملا درست میگن، متاسفانه همیشه این انتخابات ما میرسه به جایی که ما انتخاب نداریم بین بد و خوب و خوبتر و بهتر و بهترین، انتخاب میاد بین بد و بدتر، بعض وقتا هم بین بد و بدتر و بدترین. ممنونم از اینکه توضیح دادید و بسیار به جا بود. این آقای عقیلی پور همیشه منو توی چیزها گیر میندازن. ممنونم. خب میگه که ماجرای قرآن و سکه و مشروب. پدری جلوی پسرش یه قرآن، چند تا سکه و یک لیوان مشروب گذاشت. گفت اگر قرآن رو برداشت که دیندار میشه، اگر سکه رو برداشت کاسب میشه، و اگر مشروب رو برداشت فاسد میشه. میگه پسر قرآن را زیر بغل گذاشت، سکه را در جیب نهاد و لیوان مشروب را سر کشید. پدر گفت که این پدر سوخته آخوند میشه. اینم در توصیف آخوندا. اون کتابی رو که گفتم 444 صفحه است، کتاب نتیجه یافته های سرژ میشل 42 ساله و متولد سوئیس در رابطه با ایران است. وی که چندین سال از عمر خود را در ایران سپری کرده، خاطرات خود را به زیبایی درج نموده است. کتاب قدمت روی چشم، بله، کتاب خود را قدمت روی چشم نام نهاده و به گفته خودش این اثر چهره ایران امروز را به تصویر می کشد. نسخه آنلاین فارسی این اثر در خرداد 1390 به صورت رایگان در وب قرار گرفته است. گفتنی است وی جایزه آلبرت لوندر که با پرستیژ ترین جایزه خبرنگاری فرانسه است را به خاطر فعالیتش در ایران به دست آورده است. خب ببینم براتون دیگه چی گذاشتم. و بله این شرحی از این قتل است. آهان دوستان عذر میخوام، من اونجایی که صدای دوستمون رو پخش کردم و گفتم که 1700 تا دانش آموز، اشتباه بزرگی کردم. اینها دانش آموز معمولی در دبستان و دبیرستان های عراق نبودن. ممنونم از آقای محمد رزاقی که توضیح دادن. میگه اینها دانش آموزانی بودن که اتفاقا دوستمونم توضیح داد، من دقت نکردم، این بی دقتی خیلی کار دست آدم میده. توضیح داد که اینها از روی بدبختی ناچاری رفته بودن مثلا مدرسه نظام یا چیزایی که تبلیغ میکنه ارتش آمریکا، به اونها پیوسته بودن و وظیفه ارتش آمریکاست که یک جای امنی رو برای اینا درست کنه. رفت آمدشون توی این بیغوله عراق که هیچ کسی امنیت نداره ولی آقای رجوی میخواد 2000 نفر ایرانی رو اونجا نگه داره، این کارو نکردن. و پس از اینکه کلاس‌هاشون تعطیل شده، گفته خب شما مرخصید برید سراغ کار و زندگیتون. و این بیچاره ها، باز دوستمون توضیح داد که همین جوری توی این صحرا می اومدن که به جاده اصلی برسن، که بلکه اونجا یه وسیله نقلیه پیدا کنن به شهر و محل خودشون برن، اونجا اسیر آیسیس میشن و آیسیس این 1700 نفر رو کشته روی
ویدیو یوتیوب هم گذاشته. من تعجبم از یوتیوب اینه که درسته که آزادی میدیا هست، ولی چرا اینها این وحشی بازی ها، این سربریدن ها، این شلیک کردن ها، اینها رو نشون میده؟ من یادمه چند سال پیش، الان 60 سال بگو 44 سال پیش، 16 سال 17 سال هم که بود، معلم ما آقای محمد خوششانس آمده بود آمریکا که بعدم یه دوره دید و برگشت و اینها. اون دورهش برای ما 30 تومن خرج برداشت، یک کتابی رو از اینجا پیدا کرده بود، به ما گفت بخرید جدول وسترمان. اصلا جدول وسترمان به درد ایران نمیخورد، این کتاب واحداش اون اینچ و اینا بود، مال ایران اروپایی بود، متریک بود. در هر صورت اینم از اون بدبختی هایی بود که اینهایی که هنرستان میرفتن رشته هنری کتاب مخصوص نداشتیم، ما معلممون با جزوه درست میکرد برامون چاپ میکرد یا میفروختن بمانه. آقای خوششانس وقتی برگشته بود ایران، اولا خیلی خوشحال بود که از روزی که آمده آمریکا تا روزی که برگشته کفشش رو واکس نزده. حالا ایشون دقت نکرده بود، خب توی شمال ایران هم شما احتیاج نیست کفشتو واکس بزنی، چون رطوبت انقدر هست که انگار این چرم توی آبه، ولی جنوب ایران خاک و اینها، شما همینجا برو تگزاس، برو آریزونا ببین چه جوری، برو همون کالیفرنیا ببین یه جایش چه جوری خاک و گرد و غبار هست. در هر صورت تعریف میکرد با آب و تاب و میگفت که این فیلمای هست که مثلا یه حیوانی میپره حمله میکنه به یه حیوان دیگه، میگفت اون حیوانه اون جایی که میخواد اونو تکه پاره کنه تلویزیون ها نشون نمیدن، ولی الان میبینیم که مسابقه هایی رو میذارن که طرف زنده زنده نمیدونم فلان حیوان رو کات کنه و بخوره و نمیدونم از این ماجرا بمانه. اون روز من توی برنامه درباره خانم منصوره پیرنیا صحبت کردم، دوستی به من گفت که این انصاف نیست که شما، گفتم ببینید من هم از ایشون دعوت کردم قبل از اینکه برنامه دوشنبه رو داشته باشم، هم بعداً براشون ویدیو رو فرستادم بهشون گفتم من در این برنامه از شما صحبت کردم. ضمناً همون جوری که آقای احمدعلی مسعود انصاری هم درباره پنهان و پیدای رضا پهلوی نوشته، اینها افرادی هستن که پابلیک فیگر هستن. وقتی یه نفر پابلیک فیگر میشه، یه شخص معروفی میشه، این دیگه زندگی شخصی به اون صورت نداره. مایی که نه بابا اون شاه بوده، نه شوهرمون آقای داریوش پیرنیا بوده، نه پولی از این جامعه ایرانی بردیم، خیلی از داستانهامون راست و دروغ مردم میشنن پشت سرمون حرف میزنن. اینایی که پابلیک فیگر هستن این رو میدونن، با این دانسته وارد این معرکه میشن و شما اصلا نگران اونها نباش، اونها انقدر پدر سوخته هستن، انقدر قانون رو بلدن که میدونن اگر سوربی یه حرف خلاف بزنه یا اگر آقای انصاری یه حرف دروغ بزنه میتونیم پدرش رو در بیاریم و سوش کنیم. صحبت از انصاری شد، اجازه بدید من دو تا از کتابای ایشون رو نشون بدم و یه مقداری هم بریم سراغ کتاب فروشی در تلویزیون مردم. من و خاندان پهلوی، من و رضا، من تصمیم گرفتم اگر کسی میخواد مثلا این دوتا کتاب اگه میخواد حداقل 50 دلار 100 دلار بفرسته تا ما هم پول کتاب هم اون مخارج پستش در بیاد. این کتاب سید ضیا مرد اول یا مرد دوم کودتا، بتونم بگم که چند صفحه هست، شاید بعضیاتون دوست داشته باشید کتابهای قطور و اینها بخرید و داشته باشید، و فکر کردم که از هر کدوم از اینا یه قسمتشو بیام بخونم، ولی بعد دیدم برای که یه قسمتشو معین کنم و بخونم باید همشو بخونم تا ببینم کدومش مورد توجه. حدود 497 که اینم 3-4 صفحه بعدش میشه گفت 500 صفحه 500 صفحه است. یه دونه از این چیزایی هم که میذاری تا چه صفحه ای رو خوندم باهاش هست، میتونید ازش استفاده کنید. خب بعد یک کتاب دیگه هست به نام زندگی نامه عبدالحسین میرزا فرمان فرما جلد اول مهرماه فرمان فرما، این مثل که اسمشون هست اون نویسنده، مهرماه جلد اول دوران استبداد و آغاز مشروط، نمیدونم این جلد دومش هم هست یا نه، اصلا اون دوستمون داشته یا نداشته یا من توی این جا به جا کردن، مثلا من اون روز یه دفعه دیدم این کتابای آقای علم، خاطرات علم 5 جلد 6 جلد هست، 2 تاش یه جا بود 3 تاش یه جا بود، این باید دقت بیشتری کنه. این کتاب آلمانی آقای حسن ماسالی نوشته
و نمیدونم این کتابا برای خارج فرستادن ارزش اون پست که از اقیانوس بگذره داره یا نه. همه آدمهای شاه این ترجمه است که ترجمه منیژه شیخ جوادی بهزاد با مقدمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و نویسندش استیون کینزر هست که من دو مرتبه یا سه مرتبه با خود آقای کینزر مصاحبه کردم. احتمالا اگر اسم من و اسم ایشون رو در گوگل تایپ کنید خواهید دید. با پدرم رضا شاه، با برادرم محمد رضا شاه، من نه گفتگو با والا حضرت شاهپور غلامرضا پهلوی، تهیه و تنظیم ایمان انصاری. و اما آقای دکتر حسین لاجوردی یه بار لطف کردن چندین کتاب و دیویدی برای ما فرستادن. این دیویدی هست کنفرانس اعدام شماره 3، نمیدونم شماره 1 و 2 هم داره یا نه، بعضی از دوستان کاراشون خیلی ردیف نیست ولی ایشون کاراش مرتبه. حق حیات و کیفر مرگ انجمن پژوهشگران ایران برگزار میکنه. چند تا کتاب هست، تیترش هست امروز و فردای ایران، خشونت بزرگترین فاجعه جامعه ما، پارلمان فکری سرمایه گذاری فکر و اندیشه برای امروز و فردای ایران، باز امروز و فردای ایران انصاف سیاسی اجتماعی، دلم شور میزند آسیب‌های اجتماعی. من تو یکی دو تا از جلساتی که ایشون درباره کتاباش صحبت میکرد، مخصوصا توی کانون دوستداران فرهنگ ایران اینجا بودم، به نظرم میرسه که ایشون هم هدف و برنامه‌ای نداره. هیچ کدوم از اینا نتونستن یه حزبی تأسیس کنن. اتفاقا دیروز با یکی صحبت میکردم، ایشون گفت آقا این آقای خدابنده اصلا متوجه نیست این کلمه حزب که عربیه یا همون کلمه پارتیو که اینجا به حزبا میگن، این اصلا از ایران شروع شده، از آسیا شروع شده به قول آقای عقیلی پور و اینها. و یکم این دوستان بیشتر دقت کنن وقتی که میخوان به اصطلاح بیان در مورد یه چیزی صحبت کنن. گفتم چشم، شما هم بعضی از این کتابا رو چون دوستان برای من فرستادن لطف کردن امضا کردن نوشتن، نمیدونم روش صحیحش اینه که من این صفحه رو بردارم یا بذارم بیاد شما هم همجور داشته باشید. چون اینها این کتابی هست به نام My Iran Memories, Mysteries and Myths، این رو آقای اسحاق یومتویان نوشته و لطف کردن برای ما فرستادن، ما چیز کردیم. این به کتاب انگلیسی هست، اگر کسی میخواد متوجه باشه، چون من اون روز درباره منوچهر گفتم که من این کتاب رو مثلا همینجوری برق زدم، دیدم اون کتاب مال ابو علی سینا اون چند صفحه‌ای که من دیدم عربی بود، بعد این دوستمون پیغام گذاشته بود که من اصلا عربی بلد نیستم. گفتم که نه اتفاقا چون جلدش و اینا اینجوریه، بگیرید حالا اگه خوشتونم نایمد کادو بدید به یه نفر، دونیت کنید، هدیه کنید به کتابخونه محلیتون و اونها مجبورن نگهش دارن. قانون اساسی، راه نجات ایران در روشنایی تاریخ، و این هم از آقای سهراب چمنارا باید باشه. بله فکر کنم کاوه آهنگر، کاپی رایت بای کاوه آهنگر، شما تلفنم دادن. من جالبه، من همش فکر کردم این کتاب مال آقای سهراب چمنارا است، ولی آقای سهراب چمنارا کتابی به این قدر برای من نفرستادن. کتابا معمولا صفحه‌اش کمتری هست. این کتاب 662 صفحه است و نوشته قانون اساسی، راه نجات ایران در روشنایی تاریخ، و همین باز اینجا اسم نویسندهشون نوشته کاوه آهنگر. حالا نمیدونم این اسم حقیقیشون هست یا اسم ملخص میگفتن، ملخص بخونن. غزالو نوشته آقای علی زرابی، اتفاقا یک کتاب جدیدی هم چاپ کردن همین هفته قبل، از من پرسیدن که آدرسمو بفرستم و فرستادم. اون کتابم بیاد اینجا تبلیغش میکنیم. این اگر خالی میشه جلدش و پشتش رو شما چیزای دیگه میبینیم به خاطر اینکه رنگش سبز، 282 صفحه است. غزالو نوشته آقای علی زرابی. بعد بله آقای چمنارا، Journey to Truth، یک سفری به حقیقت، این کتابم انگلیسیه، فارسیش رو هم دارن، ولی من کتابایی که نشون میدم دوستان شما دقت کنید این کتابو من دارم. اینجا مثلا کتاب فروشی نیست که از هر کدومش 100 تا داشته باشید. حق حیات و کیفر مرگ در ایران، این رو هم
فکر کنم باز آقای لاجوردی نوشته. بله مثلا کتاب آقای لاجوردی رو شما میتونید همش رو بگید، من براتون بفرستم با اون DVD که هست. مثل میزنم 100 دلار 150 دلار که اصلا ارزش این که من صبح بلند شم برم پست، اول بسته بندی کنم برم پست، میگم وقتی این کارا رو انجام میدی میفهمی اونایی که چی میفروشن تو تلویزیون چقدر واقعا هم واردن، هم زحمت میکشن، هم وقت میگیره. شما اینقدر باید وقت بذاری تا بلکه بیاد یه نفر، ولی اونا اینجوری مثلا 100 تا کتاب، 1000 تا 200 تا کتاب بهش دادن، یه بار درباره اون صحبت میکنه، 1000 نفر 100 نفر زنگ میزنه. مشکل این برنامه با این لطفی که این دوستمون کرده اینه که ما یه کتاب داریم، باید درباره این کتاب صحبت کنیم، اطلاعاتو بدیم، بعد بشینیم تا یه نفر مایل باشه این کتابو داشته باشه. اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی، مأموریت برای وطنم، و نوشته به اصطلاح این نویسندهش خود آقای شاه بوده. البته اون وقتا ما فکر میکردیم ایشون مأموریتی داشته از لحاظ نظامی، میخواسته خاورمیانه رو چنین کنه و چنان کنه. بعد که مقداری خوندم و اینها فهمیدم که ایشون یه مقداری مالی خولیا داشته و فکر میکرده با خدا در رابطه است و خدا به ایشون مأموریت داده که یه خبرنگاری اون آخر بهش میگه شما که میگید من همیشه با خدا در تماسم، الان چی شده؟ بعد میگه که نمیدونم، مثل که یعنی اصلا مونده بوده که خدا چرا این بلا رو سر من آورده. زنان نامدار تاریخ ایران، این رو هم فکر کنم آقای علی زرابی به من هدیه دادن، ممنون و متشکرم. سیر و سفری در گلستان ادب فارسی، این آقای پرویز نظامی که تلویزیون ctvایران.com هم اگه برید بزنید 7 تا فکر کنم ویدیو هست. اینها رو اگه خواستید در مثلا اینا رو باید عکسای خودشون قشنگ نشون بدیم که درباره کیا هست، درباره مثلا نشتن DVD توضیح دادن، DVD شماره 1 مولانا بخش های اول تا پنجم، DVD 2 مولانا بخش های ششم و هفتم، مولانا و شمس تبریزی، خاقانی، شیروانی، DVD 3 فردوسی، عرفان چیست و عارف کیست، DVD 4 عراقی بخش های اول دوم، سعدی بخش های اول دوم، DVD 5 حافظ بخش های اول دوم، مهری سهیلی، فریدون توللی، و DVD 6 مهدی حمیدی شیرازی، عماد خراسانی، فریدون مشیری. پس اینم 6 تا هست، من اگه به اشتباه گفتم 7 تا ازتون عذر میخوام. بله 3 تا اینجا، 3 تا اینجا، 6 تا یه یک بسته‌بندی که این 6 تا رو قشنگ نگه میداره. خود این بسته‌بندی ها و چاپ و اینها خرج داشته این بنده خداها، با عشق علاقه این کار رو انجام دادن و حالا امیدوارم شما هم با خریدن و استفاده از اینها زحمات اینها رو جبران کنی. یه دوستی برای من یه فیلمی رو از سوئد فرستاده و من نگاه کردم، فکر کردم اقلا ممکنه زیرنویس انگلیسی داشته باشه، ولی نداشت. حالا یه بار دیگه نگاه میکنم بعضی دستگاه ها زیرنویس انگلیسی رو نشون نمیده. این فکر کنم یه فیلم فکاهی خنده‌داره، کاپس که ما اینجا میگیم آژان پلیس، اونجا لابد تو سوئد هم به اینا میگن، به همین پلیسا میگن کاپس. خب و اما Human from another outlook، میگه که انسان از نگاهی دیگر. این کتاب رو آقای محمد علی طاهری دکتر طاهری که الان در زندان ایران هست نوشته و اگر خواستید این رو هم بگید. با چند تا کتاب دیگه از ایشون هست، فکر کنم حدود 7 تا 10 تا کتاب میشه. من اینا رو میگم، نمیدونستم این کار اینقدر مشکله. اینم مثل عاشقیه که عشق اول، که عشق آسان نمود اول، افتاد مشکل ها. در هر صورت مثلا این کتابای محمد علی طاهری رو من باید یه قسمت بذارم، توی اون قسمت درباره همش صحبت کنم که اگر کسی میخواد همه رو با هم بگیره و به صورت ناقص نباشه. کتاب مقدس ایرانیان، این سرآغاز دوستی من با آقای سهراب چمن‌آراست که وقتی ایشون گفته بود کتاب مقدس، من به ایشون اعتراض کردم که هیچ چیزی در دنیا مقدس نیست، مخصوصا در تلویزیون مردم، از خدا گرفته تا منی که اینجا نشستم هیچ چیزی مقدس نیست. چون اگر یه چیزی رو گفتید مقدس،
اون وقت اجازه نمیدید دیگران ازش ایراد بگیرن، انتقاد کنن، اون وقت گردن این اونو میزنید، میگید این توهین به مقدسات کرده، در صورتی که مقدسی وجود نداره، مقدساتی هم نیست. سفر به حقیقت، این نوشته همون Journey to the Truth بود، یه چیزی مال A Journey to the Truth مال آقای چمنارا. پس ایشون هم فارسیش، ببینید میگم اینا با ردیف باشه، ایشون هم انگلیسی هم فارسی این کتاب رو گذاشته. خیلی خوبه که مثلا یه نفر دوتاشو بگیره خودش بخونه، این رو هم بده به بچه هاش یا دوستاش، نظر اونها رو جویا بشه، بچه ها یا دوستانی که نمیتونن فارسی بخونن. بازنگری در تاریخ قاجاریه و روزگاران آنها، نوشته ابو نصر از قاجار، فکر کنم اینم خود نویسنده برای من فرستاد، بله چون نوشتن علی شفقتی، تقدیم به دوست بسیار ارجمند همه ما ایرانی ها در منطقه شرق آمریکا، آقای سوربی. این هم خودشون لطف کردن فرستادن، ممنونن. و من بارها گفتم شما هم اگر کتابی چاپ کردید، اگر زحمت بکشید یه نسخهشو برای ما بفرستید، ما هم لطف شما رو جبران میکنیم. اینجا بهش میگن پلاگ یا پروموت، تبلیغ میکنیم، نشون میدیم به دیگران به عنوان پابلیک سرویس اناونسمنت، PSA، پابلیک سرویس اناونسمنت، میگیم بابا یه ایرانی کتاب نوشته، لطف کرده برای ما فرستاده، شما ایرانی هم لطف کنید کتاباشو بخرید. ما این وسط سودی نمیبریم، اینایی که داریم بله اگه بفروشیم سودی میبریم، پس از وقتی که گذاشتیم و پول پستخونه و اینها رو که دادیم، پول چسب و کاغذ و فلان، اینا همش پوله، اینا همش وقته. اگه چیزی بمونه بله اون سوده. تاریخ سیاسی 25، تاریخ سیاسی 25 ساله ایران از کودتا تا انقلاب. حالا این کودتا احتمالاً 1332 و انقلاب هم 1357. سرهنگ غلامرضا نجاتی، خیلی خوشحال میشم اگه بتونم با ایشون تماسی داشته باشم، ببینم امروز هم هنوز اون به اصطلاح چیز رو میگه کودتا، یا دوستان شاهلایی مجبورش کردن بگه قیام. دوستان عزیز میگم کار مشکلیه. کتاب هویدا، رجال عصر پهلوی، امیرعباس هویدا به روایت اسناد ساواک، جلد اول، مرکز بررسی اسناد تاریخی. این نویسندش نمیدونم کیه، جلد اول و جلد دوم، اگر کسی میخواد این دوتا رو بخره به نظر من باید با هم لطف کنه بگه من این دو جلد رو میخوام و این قیمت. حالا آقای خداوندلو میگه نگاه کن سوربی، تام که این کتابا رو گذاشت دم دستت، حالا همینجور داره میاد بالا، این بهتره آقا تا من برم اون پایین این دنبال کتاب بگردم. یادداشت‌های علم این بود که من به خاطر شکل جلدش اشتباه کردم، دو تاشو یه جا گذاشته بودم، بعد دیدم که یادم اومد که این 5 جلد هست، جلد اول، جلد دوم، جلد سوم، جلد چهارم و جلد پنجم، 6 و حتی جلد ششم. 6 جلد خاطرات علم، که میدونید خاطرات علم هم همسر ایشون هم دختر ایشون زنده بود و هیچ اعتراضی نکرد، هم نویسنده‌ای که کمکش کرده بود این رو ردیف کنه ایشون هم مصاحبه کرد و میگه این کتابا درست هست، برعکس بعضیا که میگن اینا رو آخوندا چاپ کردن و اینها و دروغ هست. این از قاجار تا خمینی یه نواره، ولی نوار DVD نیست، نوار VHS، اگه کسی میخواد این رو هم بگه و با کتابا، مثلا اگر دو تا کتاب بگیرید خب ما دیگه اینو مجانی، چون اصلا ممکنه کسی VHS پلیر نداشته باشه. و اما این کتاب از آلاش تا آفریقا، خسرو معتزد، این هم هست، خیلی چند صفحه است، قابل توجه، خواننده کارت عضویت در فروشگاه مرکزی نشر البرز، و این 995 صفحه با این 5000 صفحه کتابه و این احتمالا از این جلدای کاغذی داشته، ولی اینجوریه. از آلاش میدونه که توی آمریکا، من خیلی از این کتابا رو دیدم که با وقتی جلدشون اینجوری صحافی شده، یه جلد کاغذی روش هست و بعضی وقتا خب اون جلد دوچار حوادث میشه. مثلا ببینید این کتاب هویدا، این جلدی که میگم اینجوریه، ببین البته خب این خیلی کارش درست بوده، این روی همینم هم باز نوشته مرکز اسناد تاریخی، و بعضیا این یه جلدی میذارن روش، مثل وقتا که ما
کاغذ و نایلون اینا استفاده میکردیم، جلد کتابا رو میگرفتیم که بمونه یه سال، از بس که کیف که نداشتیم میگرفتیم تو دست و میرفتیم، هر وقت هم دعوامون میشد با هم دیگه با کتاب تو سر هم میزدیم و فهمیده بودیم که این کتاب خوبه برای توی سر، ولی ما فکر میکردیم روی سرم با کتاب بزنی کار انجام میده. و اما یادداشت های علم جلد چهارم، آها اینا رو گذاشتم اینجا ببخشید، شش جلد اینجا هستیم، تاریخ 18 ساله آذربایجان نوشته احمد کسروی، اینم به نظر میرسه 1000 صفحه بیشتر باشه چون خیلی قطور هست. بله اینم 906 رو میبینم، حالا دیگه بعدش هم 918 919 920 صفحه. و دوباره بریم سراغ شاه، به سوی تمدن بزرگ. یه بار این ما رو برده تمدن بزرگ، یه بار آقای خاتمی برده، ما بی تمدنیم چیکار کنن این بنده خدا اینقدر زحمت میکشه. محمد رضا پهلوی به سوی تمدن بزرگ، بعد نوشته فکر کنم نوشته 5، خواستم بگم 4 تای دیگه‌اش کجاست. و اما این چیه؟ سیرستان، سبرستان، کجا؟ سبزستان، نوشته عبدالرحمن حسنی، نمیدونم اصلا اینا رو نخوندم هنوز وقت نکردم. باز تاریخ سیاسی 25 ساله، نمیدونم چرا از این دوتا داریم تاریخ، آهان 1 و 2 خوب شد، ای عوضی نرفتم. تاریخ سیاسی 25 ساله ایران از کودتا تا انقلاب، تألیف سرهنگ غلامرضا نجاتی، دو جلده و هر کدومش هم 1000 صفحه است. اگه کسی میخواد دیگه کم کم این تو فیلم‌های آمریکایی نشون میده، بعضی وقتا طرف میره پشت این چیزایی که آمده صحبت کرده. اینم آقای عباس میلانی، کتاب دشاه به انگلیسی و ایرانیش هم هست، ولی من اینجا نسخه انگلیسیش رو دارم، یکم صبر کنین نسخه فارسیش هم دارم، این رو هم میتونید نگاهی به شاه. آقای دکتر عباس میلانی که یه سوال بزرگ هست، آقای عباس میلانی هم مثل مسعود رجوی توی ساواک گرفته بودن چه اینها، وقتی که آزادش میکنن بعضیا میگن اینا چجوری آزاد شدن، این هم بدبختی این چیزا هست. اگه آزاد بشن میگن حتما همکاری کرده با ساواک، اگه آزاد نشن میگیم خدا رحمتشون کنه. این کتابا رو من امروز تونستم بیارم اینجا بهتون بگم و وقت ما هم به پایان رسید. باز سعی میکنم یه روشی درست کنم که این کتابها توی صفحه‌ای باشه، شما بتونید ببینید چند صفحه است، نوشتش که احتمالاً اگه کسی درباره‌اش صحبتی کرده، مقدمه‌ای نوشته، اونو بذاریم. کار مشکلیه، گفتم بهتون که من فکر نمی‌کردم اینجوری باشه، چون شما وقتی بخوای درباره یک کتاب صحبت کنی نیم ساعت کافیه، ولی وقتی بخوای درباره 100 تا کتاب صحبت کنی دیگه حساب کنید، یک کتاب نیم ساعت، 100 تا میشه 50 ساعت. از اینکه با ما بودید ممنون متشکرم، از دوستانی که روی فیسبوک با ما بودن متشکرم. من همینجا فیسبوک رو قطع میکنم، خداحافظی میکنم، به دیگران هم بگید به امید دیدارتون دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر. و با یک مهمانی قرار داشتم، ایشون قرار بود به من بگه که ساعت 2 یا 3، متاسفانه دوستان درست تماس نمیگیرن، پیگیری نمیکنن، و با یه مهمان دیگه قرار گذاشتم، گفتم که منتظر اون هستم. اینجا ما سنیوریتی رو میخواستیم رعایت کنیم، احترام اونی که اول آمده، ولی اون اولیه نیومده، دومی هم بنده خدا علافه. پس بذارید من با دوستان فیسبوکی خداحافظی کنم، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. خب هنوز هم اینجا هستیم، با شما هم خداحافظی میکنم. یه وقت من اگر بهتون میگم دوستان ناراحت نشید، چون معلوم شده مثلا رو فیسبوک 13000 خورده نفر که با ما هستن، خیلی هاشون دشمنن، از روی دشمنی، از روی مخالفت، البته خیلی هاشون مخالفن چون نادان هستن فکر میکنن دشمنن. بنده با هیچ کدوم از شماها دشمنی ندارم، اصلا نمیشناسمتون. اگه شما مخالف من هستید، من که بارها ازتون دعوت کردم بیاین بگید چه چیزی رو کجا من اشتباه کردم، غلط گفتم، شما درستشو بگید. مردم هم که میبینید الان این دوستون گفت آقا اینو اشتباه گفتی، مدرسه نبوده، این یه چیزی مثل مدرسه نظام و آموزشی بوده، ما هم قبول کردیم، هم تشکر کردیم، هم عذرخواهی کردیم. روز روزگار بر شما خوش. یه فیلم خوب براتون دارم، نگاه کنید، به نام پرگار، مصاحبه هست که BBC انجام داده در رابطه جامعه ایرانی برون مرزی، درسته که در رابطه با لس آنجلسه، ولی به نظرم من و شما هم وقتی
به این مصاحبه گوش میدیم خودمون رو داخلش میبینیم، و اگرم خواستید میتونید در این باره نظر بدید، بنویسید، پیام بذارید. دوستان عزیز لطف کنید وقتی پیام میذارید بگید کی هستی، این پیام برای خود منه، برای مردم، پخش کنم پخش نکنم. بعد یه مقداری توضیح بدید، مثلا وقتی که میگید که آی گل گفتی، من از بس همه حرفایی که میزنم گله، نمیدونم منظورتون کدومش بوده، بگید درباره مثلا این کتاب شاه این قسمت درست گفتی. یک کمی توضیح بدید برای طرف تا بفهمه، مثلا یه برنامه مثل من که از همه چیز و از همه جا صحبت میکنم، اون برنامه بود میگو از بالا، از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، در سری برنامه‌های آنچه شما خواستید. مرسی، توضیح یادتون نره، ما اشکالمون توضیح ندادنه. گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. روز خوش.